خونکه مهربان خدای په سپیشل نامه ستړي مشهيدرانو هوا دوالو ورځ مونې کملغه پدې هله چې د ژوند په ټولو چارکو برلاڅ ووسېږي د اغاز روز خبروړه دا او ز اجمال درمانیمز او زمونږ نور همکاران به ترلس بوج پورې ستاس سره یو هغه سر موضوع چې نن ورځ به په خبروونه کې برابر کړی دی به هم د بریښنایی رسنې مهم ټکی دی د کابل چاپ او رسپانته هم سره ورخره کوو پر بیلابیل موضوعات باندې هم بحثونه لرو د خبروونه جریان کې هڅه کوči له ولایتونو سره هم ژوندۍ بهیر ژوندۍ او یو ورسه تازه حال احوال هم له تاسو سره شریکړو نو پهل بل د بریښنایی رسنې پر مهمه ټکو کوو کو هغه کو سچي په خبري ویب سټونه کې د افغانان سیمه د نړي پړوند رغلي دي مهم دي مونږ تاسو لپاره ارغښت لري هغه مو برابر کړی دا غوړو چې مهم ټکي له تاسو سره شریکړو د بریښنایی بریښنایی رسنې مهم ټکي له آریانا نیوز په لکهغه موضوعات چې په آریانا نیوز کې راغلی دی لومړی درته د وای ماوله غنورسته نور مهمه ټکی امریکا د په افغانستان کې د سولې لپاره هر غواړوي و منې دا ولسی جرګه ویل دي او د آریانا نیوز په ویبسایټ کې دا خبر راغلی دی و سی بشپړه جزئیات زل تاسو سره شریکوم د ولسی جرګې غړی وای چې خلق د زلمی خلیلزاد د سولې له هڅو نه تړکوي او باید د هڅې یوې پایلې ته ورسیږي لهغه وروس ته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پراخې شوې دي د هېلم ورتره وروټو کې دي چې د سولې بهیر به یو پایلې تورسيږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد سیمایز سفرونه ډېر کړلاو دم غړې هم په سیمه کې دی د دا ولسیجرګې غړې د امریکا د سولې له هڅو هرکړه کوي خټینګار کوي چې د سولې بهیر به یو پایلې تورسيږي د ولسیجرګې غړې غلام فاروق ماجروح وای نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید هغه هوادونه چې د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې پالی اړیکړي چې له مداخلو لاس واخلیو خپلې ګټې د افغانستان په سولې کې ولټوي په ولې سې جرګه کې د کابل استاد زکریا زکریا وایي د سولې لپاره باید د ستراتیژي جوړوالي ته پامره پامره ووشي د ستراتیژي جوړول ته پاملره نوشي زکه سولابیلابیل الخونه لري او د پاکستان ترغيز لاندې دای شال قائدا او طالب سولې جوړول نه شي د ولسي جرګې غړي اريان يون بیا وای ګوندونه غواړي چې د سولې پروګرام ولري دوی باید په یو غاکه د سولې له بهیرم لاته وکړي زکه چې بیلابیل غښتني د سولې لپاره غوړه پایله نه لري د ولسي جرګې دوی هم مرستيال بیا ټینګار کوي چې امریکا د سولې د خوند کول لپاره هر غواړې وکاروي د ولسیجرګي دويم مرستې لمرخان یار څرګنده کړې 16 د ټولو غوښتنې د ول هر لارې چکې دې شي نړې ول ټولنه او امریکا د ورته چټکه حڅې وکړي او د افغانستان 16 ته د لمرټوب ور په برخه کړې ځکه چې خلک 16 راړدي د ولسیجرګي غړې ټنګار کې و ل... چې څو 16 سيزو جګړو ورسته خلک نور ترپوز را رسیدلې دي او کله دې شیبه ګټه و نه خستل شي په افغانستان کې د امریکا ماموریت هم ناکام شې دا د اریانا نیوز ل ویبسایت مهمه خبر وه او د افغانستان د سولې په موضوع باندې رات سرخیده په روسي کې چې د افغانانستان د سوریا لپاره د امریکا د بهرنۍ چاره وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د دریم ځل لپاره افغانانستان او د سیمه هیوادونو ته سفرونه پیل کړی دی د ځل هیلمندي د نورو سفرونو په پرتلال زکه زیاته شوې ده چې په تیرو سفرونو کې هغه هیوادونو چې د افغانانستان په مسله کې ډیر دخیل دي په ورسره کې هم هڅه کوي چې وسلوالت طالبان ترمنځ باندي نوې چینلونه ایجاد کړي هغه ته نوترال یعنی ایران او ماسکاو ته نوټللې د زل 13 ورس مسکو ته هم تللې د زل بي خليजात تر ډېره په افغانستان کې باور درده چې امریکا لوي خو غواړي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ یوسی نوبل ورته بیا مسکو چې د امریکا سیال دې هغه غواړي چې خپل سیال په دغه حڅو کې ناکام کی او د افغانستان د سولې بهید ناکامې سره مخ کړي د طالبان ترمنځ نوې چینلونه ایجاد کړي په هم د خاطر باندې ضرور دا د اړینه دا, دا, دا چې ماسکو ته روسيه ته هم قناعت ورکړل شي چې د افغانستان په 16 کستاسي ګټه دا کوم ویرا او دار چې تاسو د داعش دا له حضور په افغانستان کې لری اصله د مهسکوي او د 16 پارندل جوړ شوی یعنی په هر توګه چې کیګ ممکن زلمی خلیل ذات ماسکو ته دا قناعت ورکړل شي چې تاسو د داعش دا له گوخا خنور مډالګي مونږ او تاسو په ګډه دغه پرځت باندې مبارزه وکړو دا چې په هره خبره سلای کیږي هغه باید د هغوی خپل ترمنځ خبره د دوه هېوادونو محرم خبرې دي چې ممکن د روسی چرواکو د امریکایي چرواکو ترمنځ بنټر تر سره شي خو مهمه مونږ لپاره دا ده چې د افغانستان د سولې پر روسی پر مخ چې وس ماسکو یو خانډ یا د یعنی وختل چې د طالبان ترمنځ بنډې نوې چینلونه ایجاد کړي باید دغه خانډ اورشي هغه ډوره خپلونه زوکه په هر څه جوړيږي هغه خپل کردې کپدایش جوړیږي کپطالب جوړیږي کپال قائد جوړیږي هغه خپل مسکه خپل کار دی خو زمنګ لپاره مهمه دا چې زمنګ د سولې پروسه کې کوم خوندونه موجود دي هغه لمخلری شو به لخر دغه ماصير باندې پر مخول شو یو نتیجې ته ورسیګو نو دا ځل د خلکو هیلمندي په همدي زیاته شوې ده چې ځل می خلیلزاد دا ځل مسکو ته هم تللې ده او حالتہ د روسی چارواکو سره هغه کې دلیدي دا ځکه دا ځل د سفر ته هیلمندي زیاته ده له اریانه نیوز مودرته خبر ولسته یبل خبر هم درته د ټاکونو په موضوع باندې له اریانه نیوز وایمه دا هم د افغانستان د ټاکنو مسله ده په نوې خبرو کې کوو ګور د ټاکنو په لړ ډیر زړه وروزي سحر ټاکنو شي ماخه ما ډیر وخت تر کې وورس پکې نیسه و سباتې پایلې اعلان شو وی ګټون کاو ما د خبرون کې دواره معلومی خو په افغانستان کې متأسفانه د ولسی جرګې پایله درې دا دوه میاشتو ورسېدلی تقریبا یوانیم میاشتې نو ریسرچ جمهورې به پرګې د غاتمو اشتلاس مشته یوه کال حتی ممکن پر برکی ونیسي د خبر درته وایم د ټاکنيزو شکایتونو کمیسون ته درایو ټول سندونه سپاروه دا د ټاکنو خپلواک کمیسون ویل دي اریانا نیوز خبر راخستل دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون تازه جمنه کړی چې د 15 شپې د سلنه بایومټریک شو یو او 15 ډیر شلنه به بایومټریک رايو سندونه به د ټاکنيزو شکایتونو خپلواک کمیسون ته وسپاري د اریانا نیوز د موندن علماء د راي ورکولو ل 1500 اته 1500 مرکزونو یواز په 202 هغو کې د ولسی جرګه ټاکنې لننګونو پرته در سره شوې دي خو د راي ورکولو په 300 شپک 1500 مرکزونو کې ټاکنې لستونځمن حالت سره مخ شوې دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تازه سرګندونکو علماء د دوه کمیسیونونو د هوکړې لمه مخه با د بایومټریک شویو ل بایومټریک پرته د تر سره شوی راي سندونه د ټاکنځو شکایتونو خپلوا کمیسون ته وسپارل شي د ټاکن خپلوا کمیسون د ویان مرستیا عبدالaziz ابراهيمي وای پریکړه شوه چې د کابل د ولسیجرګي درای پر باتل د ل سره بیا کتنه وشي او موږ په دې بهیر کې خپل مرستې تزمند یو د ټاکنځو شکایتونو خپلوا کمیسون وای کړه د ټاکن خپلوا کمیسون اسناد د ټاکن اورونکیا تزمين کړي د کابل ټوله رايبه باطل نه شي د ټاکنيزو شکایتونو خپلوا کمیسیون منشبي اوای کاسنه دا درایو در بیر تشمیرل رنخت وخی مګبه د خپل پریکړې په لومړی بند کې تعدیل راولو <تصفح> د ټاکنيزو شکایتونو خپلوا کمیسیون او د مدني ټولنو غوندونو په یوه مشورتي ناسته کې هم ټینګار شوه چې دا کمیسیون به یوازې بایومټریک شوي راي ومني خو ټاکنيزو شکایتونو خپلوا کمیسیون د خبره و نه ماندله د افغانستان د رونټیا چار رئیس سید کرم افضلی بي وای چی د ټاکنې جو شکایتونو دا کابل سيون باید په خپل پریکړه چې په کې د کابل د ولې سيجر ګرایي باطل اعلان شوې دي کلک و دريږي پرته لدی به د ګوندونو ل فشارونو سره مخ شي او د اړوند د ټاکنو لتر سره کولو پرته به د حال بل لاره و نه لري که څه هم د ټاکنو شکایتونو خپلوا کمیسیون د کابل رائے باطل کړي دی خو د حکومت لمنزګړېته بروست د 69 ل دی پریکړه په شاته وکړه ووس د ټاکنو خپلوا کمیسیون د سندونو د چېډلو نیت لري د اریانا نیوز لا ویب سایت خبر وو نن سهار هم مخلي د شي خبرونه ترشم یو تحلیل مول وسته هغه د ټاکنې دو شکایتونو یعنی د افغانستان د ټاکنې دو شکایتونو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ترمنز اختلاف باندې سره خده پغه کړی او جالب عنوان ورکړ شو ویل وی چې د پښو دوه ماگا کلوه د ټاکنو ذ شکایتونو کمیټه کمیسون د ټاکنو خپلوا کمیټه سره په تقابل کې همدارسي اوسه همدې واس یو پریکړې کوي چې د غرای باید باطل اعلان شي او د ټول کابل رای باطل اعلانېږي لسر د بیرته د ټاکنو ش벌 ورته چدل ته مصرف کړي د خلکو رایو ته باید احترام وشي دلتزم کارمندانو کار کوي کار یا په هر صورت ولس دلته راي وركړ باید راي ته درناوی وشي هغه چې بایومټریک دي هغه ته باید درناوی وشي هغه چې نور به بایومټریک دي او په شفافیت پړون باندې سندونه موجوده هغه ته هم باید درناوی وشي د bait باټري لاندې شخه دا وایي چې نه منګ بده ګوندون فشار راوړي د bait د کابل ټول راي باټري لاندې ممکن دي چې هغه ناکام نوماندان چې په هیګي خپل څیرې پاینې کې قتل د چګویا ز نو کامیابې ګم نبرې اله ګم راځه فشار راوړ چې ټوله رای بطل کړې زګه په وېشن پټاله خوشاله دی ممکن د ټاکنې جو شکایتون کمیسون دغه خلکو ل فشار لاندې وې چې ټوله رای باید بطل اعلان شي کومیسون وای د ټاکونکو کمیسون چې باید دخلکو رايو ته احترام وشي دخلکو ارادې ته احترام وشي هغه چي با په بایومېټریک تر سره شوې د هغه باید ومنل شي ځکه هغه کې تقالب اصلا زې نه لري او هغه چې په بایومېټریکه تر سره شوې دی او هغه د شفایت پرورن هم سندونه موجوده هغه هم باید ومنل شي نو دلته رښتیا هم د دوړ کمیسونو نووس یو دبل په مقابل کې دی په هر صورت خلیل وکړي چې به لخر توافق تو وراسیګاو مشکل هم حل شي یو بل خبر ده ته د بي بي سي لوي پاني وایمه بي بي سي لیکلې دي طالبان وای ل امریکایان سره د خپلوا باندېانو پر خوشی کېدو خبري کو د طالبانو باوري سرچینو بي بي سي ته ویلي د دوی مرکزي پلاوي ل امریکایي لوري سره د دا افغان دولت ل زندانونو د زرګونه طالب زندانینو د خوشی کېدو پر سر هوکړه نګري شوې ده دغه سرچيني د نوم د نه خو په شرط وایي چې د دغه کارموخه د سولې ټنګښت لپاره د باور فزار امستکور خودل شوې دي افغان حکومت په دې اړه څه نه ویل خو د چارو کتونکو بیا وایي د ملا برادر او څو نور طالب چرواکو له را خوشی کېدو داسخکار چې ممکن دواره لوري دی هکړه ترسیدلې وي داسخکار چې طالب او امریکایي چرواک د سولې په تړه او لټو ناس تورستو وس عملی ګامونو ته نه لري شوې دي د طالب باندې خوشی کول پسو شو یو غونډه کې د طالبان له اومده غوښتنې څخه و وزد طالبان وي باوري سرچيني بي 28 لشي د دوه يم امریکا مرکچ پلاوي د لسګو نظر طالب بنديان د خوشکيدو پر سر هوکليتا نه گري شويدي دا سرچينه واي طالبانو سره دري زره حکومت پلوه کسان بنديان دي خو له دولت سره د طالب زندان زندانيان شمیر بیا شاوخه لس زره دي سرچينه واي چې د طالب بنديان د خوشکيدو پر سر وروستي زل خبري څو راځو ودان دي په اسلام اباد کې د ظلمي خليل زاده او طالب استاد ترمن شويدي په همدې حال کې د طالبانو د زندانونو د چارو یو سرچینې هم بي بي سي سره په خبرو کې ویلي چې د خپلو زندانيانو نوملړې چمتو کړي دي او امریکایي لوري تايس پراله دي د افغانستان د زندانونو ریاست هم مني چې له دوی سره د ترهګريزو جرمنو په تور شاوخه اتذر کسان زندانيان دي د هم د بي بي سي له ویپاڼې خبر وو د طالب په سر د سرچینو په حوالہ ویل شي چې ممکن د سولې خبري به لاخره به نتیجې ته ورسيږي د زلمي خلیلزاد سره د طالبانو زینو سرچینو خبري کړې دي او نوې خبره په دې کې ده چې د زندانيانو پر خوشي کولو صلاح کړي ده تقریبا لزره زندانيان د طالبانو چي دي هغه د افغان حکومت سره بنديان دي او شاو خو درې زره د طالبانو خپل واینه د شاو خدری زره نور د افغان حکومت مسولین دي چې له طالبانو څخه زندان یاند به له خره دوی به تبادله ته یا هم د باد... یو بل یو بل خوشی کډلو سره پر سر موافقه ته ورسیږي د د بي بي سي لوېپانې خبر و آزادۍ رادیو نه هم درته یو خبر وایمه په فاریاب کې یو سیمهیز کمانډان پر جنگ زپل خلکو د اسونو غوښه شلیده در په نوم باندې چې ممکن تاثر زم رس ته کوه مالته د اسونو غوښه شلیده Uh, زره ته دا خبر وایم قزاوته سپری وکي د اسونو غوخي مو په حقو کسانو وېشل چې بي وذل دي پلارونه له لاس ورکړي دي او هم هاغه خزو ته چې میډوني ای ایران ته مهاجر شي ودي زکه میاسون زب حکړل چې خلک لمړيني وژغورل شي په ورته وخت کې د فاریاب د ولی وایند احمد جاوید بایدار د یاد قومندان لورې د اسونو د زب هکېدو پړه بي خبري خي وایي چې کچيري ولی محمد دا کار کړوي خي اقدام دي د نوموړې په وینا له د وډان د فاریاب ولایت د سري مېشت له لوري د سره هاوس کې له سیدونکو ته دمرہ دوه موټر مواد توزیع شوه وو خو ول محمد آزادې رادیو ته د 160 را لګلې چې د یاد کېل پر اوسیدونکو د غوښه ویش پکې ښکارېږي 13 ونې د فاریاب سیمېزو چارواکو رسنۍ ته ویلو چې په پښتون کوټ ول وسوالې کې سلګونه کورنۍ د طالبانو لوري محاصر شوې دي د یادو چارواکو په خبره وڅلاوالو طالبانو د سرهاوز کې د تګ راتګ لپاره بندکړې دا هاتا یاد کلي ته یې غذایی مواد د انتقال اجازه هم نه ورکوي ایا کسونه تاسو د اریانيو په پردبانو حمله د لشي همدغه محل چیرې دغه شخص پکې خلقو ته وغوښوي شي او اسونه خړېږي د اسونو وغوخه پریوي شل د پی پی 15 ورځې وران دی افغان پوزيونه یو ورز یو ورځ یو ورځ روژونی وا او د غذایی مواد یو ورځنی وانډای د یاد کلی پر خلکو وشله په ورته وخت کې د فاریاب د سریم میاشت رئیس محمد همایون عادل د شنبه په ورځ لازادې رادیو سره په خبرو کې د ولسی پاتونوالو قومندان ولی محمد توران کړ چې په سیمه کې پر خلکو د بشري مرستو ویش ته اجازه نه ورکوي خو یاد قومندان لازادې رادیو سره په خبرو کې د ادارات کړه وای چې طالبانو د موادو ویش مخنیوي ولیدا آزادي رادیو وايي هڅه مو وکړه چې په دياړه د وسلول Talibanو نظر هم را وقلو خو باريالې نشو د سري مياشت رئیس محمد همایون عادل وايي چې د ورستۍ جګړو لامل د فاریاب ولایت لبیلا بېلو وسلول یو درې زر کورنۍ به زیات شوې چې یا جول مرستو تارتي لري په ورته وخت کې په پولیسي جګړه کې د فاریاب د خلکو استاذ بشیر رحمت تينج بیا وایي چې خلکو د لاند محل لپاره لزيمنو سره مرستې کړې دي د نومو وړ په وینا افغان حکومت او اړوند خیریه سازمانونه باید په عاجل توګه ځینمنو سره مرسته وکړي خغلې تنج په پښتون کوټ ولسوالي سرېره دند خوې ولسوالي خلګ هم د جګړې ل عملی ترپوزي رسیدلې دي خو د فاریاب دولي ویان بیا وایي چې افغان ځواکونه لوستل ول طالبانو سره په جګړه کې خېل او په سیمه کې تسفیيوي عملیات هم روان دي دا د فاریاب ولایت کې د غذایی کمانډان له لورې پر خلکو باندې د اسونو د غوخي د ویش پر موضوع باندې خبر و تاسو همول دل چې فاریاب ولایت کې وسله والو طالبان له لورې لارې بندي شوې دي افغان امنیتی ځواکونه واست تصفیوی عملیات کوي ترڅو د لارې بیرته راخلدشي د فاریاب پر خلکو باندې د غذایی موادو د لیک پروسه هم باندې کړې ده چې دوی ته غذایی مواد نه ورسیږي حتی دوبره جوړان دي دوه کوچنيان سوبره جوړان دي دوه کوچنيان هم پکې د لوګل لاسه آ... په حق ور رسیدل یعنی ژوند له لاس ور کړلو وس دغه کومندان وای چې مجبور شي وي اسونو مزاب حق لرلو د اسونو غوخمو د خلکو ته هوار کړل د دې ترڅنګ باندې ځین نور خبرونه هم شته خو په بریښنے رسنې کې به په همدې ځبنه وکړو من وانا درنو هیوادولو چې تر دم احلمو ملته وکړله ا عرب شو بهسته چې 13 ورځ د تقریبا 9 ورځ یوړانده د ځوانانو پارلمان د افتتاپ پا مراسمو کې د ځوانانو پرنغښ د 16 پورېسې کی خبري وشولي یعنی ځوانان څنګه کولای شي چې د سولې په پروسه کې خپل رول ولو به تر ډېره د افغانانست په سولې له شورا باندې هم ځان وکه چې د دوی په جوړښت کې ځوانان کم او سپینګري زیات دي په داس حال کې چې بای د دوی په جوړښت کې ځوانان هم زیات وې زکه ځوان چې د انرژي زیاته د حوصلې زیاته وي نو مفکوره لري نو یې زده کړې کوي د خلکو سره اړیکات هم زیات لري نو په همدې خطر باید د سولې له شورا کې هم ځوانان تازه ورکل شي ډېر خلک په ځوان د سولې له شورا باندې هم نوکه کوي چې ځوانان په کې نشته خو دا چې ځوانانو پارلمان په پا افتتاکه پا په همدې موضوع بحث شوی د چې ځوانان څنګه کولای شي د سولې پروسه کې رول ولري په همدې موضوع باندې مونږ هم بحث لرو او د همداغی ځوانانو پارلمان یو تنغړی مونږ سره په استډیو کې د مختار احمدي د درسره بعد د سولې پروسه کې د ځوانانو پر نقشه رول باندې ولګي وغه گیګو احمدي صاحب ستړمشه خیراله سلامات سيګي لمړی به د همداغی نیوکه څخه پیل وکړو چې تر ډیره خلق شنوونکي په دې باور دي چې د سولې پالې شورا کې ځوانان تازه نه د ورکل شوې باید ځوانان هم په دې کې ځای وي ترڅو خبرې لا پر مخ بیول شوې بی تاسو ل نظر د سولې علي شورا په جوړښت کې ریښتیا هم ځوانان تازه نه د ورکل شوې یعنی ځوان په سولې له شورا کې ځای لري سو تشکر از دعوت شما ما فکر وکړم چې در سخت کول په حضور یوهانان در سخت رهبری او در سطوح وسطي حکومتداری او نظام سياسي افغانستان و در در قاعده جامعه در سطح پایین جامعه هم حضور جوان بسیار کم رنگ است <applause> اگر هم گاه حضور اینا پر رنگ بوده بسیار نمادین بوده و یا هم در پروسه های انتخابات و گرفتن رأی اینا بیشتر بوده <applause> می بگوییم که در شورای عالی صلح که در سطح تصمیم گیری جوان ها حضور ندارند و در مذاکراتی هم که بین حکومت افغانستان و مخالفین افغانستان و یا هم کشورهای منطقه مذاکرات صورت میگیره در حضور جوانان صفر است ولی بحث جنگ من فکر بکنم که به یک اجماع بین و منطقوی نیاز داره که تا در مورد صلح افغانستان توافق واقعی و صادقانه صورت بگیره در درون افغانستان ما فکر ما زیاد مشکل نداریم در درون افغانستان جوانان افغانستان مردم افغانستان مخالف جنگ هستند و اونایی که در اطراف افغانستان سرباز گرفته میشن یا به صورت تعقیدی جوانان افغانستان جنگ میکنن و در کل نیروهای مخالف افغانستان گیر میتونه علمای افغانستان به لحاظ شرعی و دینی اثبات بکنن که جنگ افغانستان حرام است و مشروع که فتوای های افغانستان رو میخوایم ازش قدردانی بکنیم اونا یک به صورت جبر و یا جبر اجتماعی در صف مخالفین میپیوندن از عقده از حکومت میگیرن و یا مجبور میشن مخالفین فشار میارن سریشان در ایجه هم مردم افغانستان بزرگایی که در محل هستن ما حکومت افغانستان میتونه این جوانان را دستگیری بکنه و یا ورسه کسایی که به قتل رسیدن و به شکل صدمه دیدن از جنگ در افغانستان اونایی که با صورت تجارتی جنگ میکنن وظیفه حکومت افغانستان است که این نیروهای مخالف افغانستان سرکوب باید بکنه و مردم افغانستان باید جواب بده در مورد نقش جوانان معاون دوم رئیس جمهور در افتتاح مجلس تقاضا کرد که در مورد پروسه انتخابات و صلح در افغانستان باید پارلمان جوان افغانستان تصمیم میشه و رأیش و نظرش کتبی به حکومت ارائه بکنه در این مورد ما رایزنی داریم چون نظری داریم ولی به نظر من فکر بکنم که نقش جوانان میتونه در بخش حکومت داری اگر ما در حکومت داری خوب در افغانستان و میزان کمیت اینا در اشتراک نه در بسایي دولتي و يا در ستوي تصفيمګيري در نظام سياسي يميزانه ما بالا بويم فكر وکړم چې ازيكتر هغ بيكاري جلاويږي م شي هم ته ميزاني مشروعيت دولت ميره بالا د زوارانو په نقش باندې هم غيغ خولمړي دغه د سول موضوع باندې باید تمشو ته راورس هم تر سي دغه دوه زوړاندي چې زوانو په پارلمان افتتاکيده پدې کې هم د سولې په موضوع باندې هغه کېدل چې ځوانان څنګه کېږي د سولې په موضوع کې نقش ولري تاسو کوم عملا طرح برابر کړی د ځوانانو په نمائندګۍ باندې چې دولت سره هم برابر کړی دا او لسمشر سره مشارکې کړی دا یا د سولې لور سره چې ځوانان ته په شورا کې ځای ورکړي موږ دا طرح برابر کړی په دې طرح باندې الله اکبر با دا د لسی گذشته په شورا یې آل سر د دار دارالنشو توافق صورت گرفت کته یو توافقنامه امضاء شوه چې تعهد شورای الصلی بود که در کمیت های ولایتی باید نماینده جوان حضور داشته باشه و بعد از او بعد این به صورت دیگه عمله شد که یک خانم با هم به و هم به نمایندگی از جوان هم خانم در کمیته های ولایتی جلس شدن و در کمیت های فریق هنوز زیاد عملی نیست ولی رای عمومی نظر عمومی پارلمان است که مخالف جنگ و از پروسه صلح حمایت میکنن پروسه صلحی که شفاف بوده باشه در وجه جوان حضور داشته باشن از او حمایت میکنن ولی هنوز به صورت کتبی چون هنوز مجلس پارلمان پایان نیافت هنوز سرش جانزنی و رای جریان داره را. که په سړی ته کاتب دي دراخره در ختم پارلماني را به حکومت شریک وکونيم و ما فکر وکړم چې در داخله افغانستان ما با امو شاخصه یي کې در جهان په خاطر بهبودي وضعیت ځوانان کار مشه زیات مشکل دريم باز در بحث مشارکت 80% ځوانان نظر شونې کی از ما مشوره گرفته نمشه نه انګل در نظام حضور نداريم اصلا در خانورده در جامعه در قریه اصول شورکه ځوانان ته ځندې ورکل شوې ولې ځوانانو نظر نه خسل کیږي مشکل پڅ کې دي اسران ما فکر وکونم کی هم ساختار اجتماعي و ویا, ویا, ویا بین شی حکومتدار در افغانستان بسیار پیر سالار ویا مر سالار ویا بزرگ سالار ده افغانستان د نفوس تقریبا د 15 دقيقه زياته برخصوانن تشکیلوي خو به هم حکومت ولي کې زونان نشته ولي خوشبختانه کی افغانستان یگانو کشور است کی چاقي نسل جوان نه داره و یا یوت بچ کې بریش میګن داره به این معنا که این یک به معنای نفوس امتیاز است که در دیگر کشورها برای برای نفوس امتیاز برای اینکه جوانانشان زیاد بکنن حتی پلان 20 ساله برای زمین ریزن ولی در افغانستان خوشبختانه این نفوسی جمعیت بسیار بیشتر است در واقع نفوس افغانستان جمعیت افغانستان جوان است ولی چون اکثریت بزرگایی که در جنگ افغانستان نقش داشتن و یا در و در ایجاد جرگه نقش داشتن و در ایجاد تصویب قانون اساسی بزرگا بودند و یک کشور پس از جنگ بودند بزرگا آمدن تصمیم گرفتن این ساختار و شکل صورت گرفته در واقع چون در اطراف بزرگا تصمیم گیرنده هستند فکر میکنن که پروسه صلح افغانستان و در مورد جنگ افغانستان بزرگا تصمیم میگیرن در حالی که دیدیم که نتیجه نمیده شورای هم نتیجه نمیده هرقدر شما جوانانو بیرون از سټوې تسيیم گیری نگاه وکنین از بیرون از نظام نگاه وکنین اتفاقا هم جوانان در افغانستان صدمه میبینن هم بزرگا نمیتونه مشکلشان در وطن ده سره برخه هم کی هم خلک نیوکه کی احمدی صاحب چې زوانان ځکه کولی چې د سولې پروسه کې خنکول لري چې مخالفینو پليکو کې هم چې جنگي ځوانان دي اغه پليکو کې هم ځوان جنگي د افغانستان امنيتي ځواکونو پليکو کې هم ځوانان دي نو په لها ځاړین را د چې ځوان د ځوان په وختنه باندې خپو هیږي ځوان یو ځوان خخانی کول شي دا چې مخالفینو کې هم ځوانان دي حکومت په لور کې هم ځوانان دي نه خا در چې د سولې پروسه هم پر مخ باندې ځوانان وزه تاسو موافق هي چې ریښتې هم دقیق کولي شي چې د په مخه تأکید ما این بوده که قربانی اصلی جنگ افغانستان جوان‌ها هستند کسانی که بیشتر انتحاری میکنند از نسل جوان سوء استفاده میشه صفوف مخالفین اکثریت جوان‌ها هستند و اکثریت نیروهای دفاعی افغانستان جوان‌ها هستند در واقع کسایی که بیشتر با در افغانستان بیکار هستند نسل جوان هستند و به این خاطری مثلا مسئله بسیار مهم است به خاطر بحران بیکاری بحران جنگ بحران مهاجرت در وطن وجود داره بحران اعتیاد به مواد مخدر در وطن وجود داره و کار حکومت داری خود در افغانستان با مشکل مواجه کرده نحوه حمایت جامعه جهانی از افغانستان با مشکل مواجه کرده از طرف دیگه شما ببینید هر قدر شما از مواد مخدر فضاش باز بمانید جنگ بیشتر میشه شما میدونید که تولید مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در فضای ناامن ضرورت داره که زورمندان و یا هم قاچاقبران مواد مخدر به یک فضای امن نیاز دارند و با باور ما مبارزه با مواد مخدر و فساد در درون حکومت که استدلال میشه همیشه مخالفین افغانستان و کسانی که علیه این حکومت هستند میگن در ای حکومت فساد وجود داره و عدالت وجود نداره یک تعداد افغانستان به مخاطر به صفوف مخالفین میرن و یا قضایاشون میبرن به عدالت غیر رسمی در افغانستان حکومت افغانستان در این قسمت هم میتونه که با حمایت از جوان و با استفاده از جوان با مبارزه با مواد مخدر با مبارزه با فساد در درون نظام با مبارزه در افرادگرایی و چیزایی که حساسیت برانگیز است در جامعه حتی در نهادهای دینی و در نهادهای غیر دینی که میخوام تاکید بکنم که این باید کنترل هم شود که انگیزه هایی که تقویت میکنه بنیادگرایی را و یا افراد گرایی را همچنان جلو از این هم گرفته شده که سربازگیری نیروهای مخالف در افغانستان بیای پایین بس مشارکتی جوان ها فکر بیشتر چیزی است که کمتر باز توجه شده و یا مردم افغانستان کمتر به اون وقت میگذاره اون به این معنا است که اگر شما در سطوح پایین در جامعه جوانان را نقش بدین مثلا شما اجازه بدین در مسجد که جوان هم گپ شما اجازه بدین در تکایا شما اجازه بدین در قریه و در جرگه های محلی و یا حتی در مورد ازدواجشان در مورد کارشان با اونا مشوره بکنین ما فکر کوم چې اگر ژوندۍ ځوانانو بدل خپله شون بگذارين او هغه به په طرف جګړه نه وري حتا دا چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولو نه کې موجود دي د پکاتو ومنکه د حکومت ساختار او چوکړ پریکدو عموما ځوانانو ته د فرد مثال د اوامل پسا ته باندې سومره <سلام> په تسويم غیري کې ځوان ته زیور کول شي په افغانستان حتی د موردي زواج شون مې ټاکید مې کومه چې دا د موردي ازدواج باندې د دخترخانمو و حتی پسرها در اطراف حتی در مورد ازدواجشون که حق خودش حق شرعیشون است حق قانونیشون است بیشتر اجازه داده نمیشه که تصمیمشون خودشان بگیرن در مورد اینکه کجا زندگی بکنن با کی زندگی بکنن اکثرت براشان اجازه داده نمیشه بیم بیم. مشکل چیرته د دا زده ازمنګ د دا سواد کچ ټټواله ده د دین نه خبره زکه دین خو چې ځوان په پختنه تاسې وکی تر څو هغه په دغه خپل واده برخه کې د واده برخه کې رضایت لري یا نه لري خو به هم زمنګ تاسې ټولنه چې الحمدلله مسلمانان یو ده مشکل په پښتون لري ځوان ته پختنه نه ور کول کیږي یا تصمیم ګریږي کړي ته ځینور کول کیږي مشکل پټ سکلی یەک فرهنگ یەک عرف ناپسان د افغانی از گذشته وجود داشته کې به عرف افغانی و یا جامعه بیسواد چون اکثرات بزرگا و زورمند گروه محلی همیشه تصمیم میگرفته در خانواده و این هم بسیار مرسالار بوده و بعد آمده قرائت های بسیار پایین و درشته که از بیرون مرز افغانستان به افغانستان این قرائت های دینی آمده حمایت که در واقع هی جوان ها نمیفهم به کار بزرگا دخالت نداشته باشین جوان ها باید ساکت باشن جایی که بزرگا از جوان ها را صبر است این فرهنگ متاسفانه بسیار خطرناک است و از طرف دیگه جوان در گذشته زیاد تحصیل هم نمی کردن درس هم نمی و بسیار علاقه هم نداشتن بیشتر علاقه داشتن برند به نیروی کار یا نیروی اجرایی کار بکنن در مورد صحت که دایی هم ما نمره بلند نداریم در افغانستان در امشاخصهایی هایی که در جهان تعریف میکنه وضعیت جوان ها را و پیش یا پیشرفت یا, یا کشور ها در مورد صحت هم باید حکومت افغانستان توجه بکنه به این معنا که وقتی وضعیت صحت روانی را شما توجه نمیکنین افسردگی بیماری های روانی و بیکاری متاسفانه باعث میشه که مردم حتی علیه وضعیت خانواده خودشون بیستن علیه حکومت بیستن و بیشتر علاقه بگیرن به مواد مخدر برن به صفوف مخالفین و یا به نهادهای کنار آموزش های بنیادگرایی برشان ولی در کل من فکر بکنم که در اصل قراحت های دینی در اصل فرهنگی، اصیل افغانی و در قوانین افغانستان و در ارزش های انسانی این مسائل هیچ مشکلی نداره حتی اطفال باید مشوره شود چی دختر چی پسر و در جوانان که بیشتر باید مشوره شه بزرگا باید مشوره هاشون داشته باشن دستگیری از جوانان رو باید داشته باشن در مورد پروسل در افغانستان من فکر بکنم که یک دیدگاه چندگانه در درخ حکومت افغانستان هم در بین مردم افغانستان هم وجود داره و زیاد مردم در مورد اراده سیاسی و صداقت حکومت در افغانستان باز باور ندارن و در اینکه در در مورد پروسل و جنگ افغانستان در واقع کشورهای قدرتمند دنیا تصمیم میگیره اگر این دو نگاه در بیرون و در داخل افغانستان توحید شوه و بهرګ نو د موشتراک رسنده چومره د افغانستان هم شت خپل جمانه یمات میکنن نساله هم د حکومت په ساختار کې یا د سولې لې شورا په جوړښت کې د ځوانانو په نشوست باندې وکا وکړه ډېر نور خلک هم په دې باور دي چې ولې په دې برخه کې ډېر ځوانونو ته ونډه نشو ورکول کېدلې خو فکر نکرمه هغه چې در ډېره په حکومت کې مشران دي یا د ډېرو مرخوان دي فکر نه کوي چې هغه به د دلیل ولري چیزونه د افغانستان د جګړې نه دقیق معلومات نه لري د افغانستان په نيزه د جنگ په نظامی برخه کې دوی معلومات نه لري هغه مشران دي چې تجربه لري د جنگ هغه مشران دي چې د سیمه حالاتو خبر دي نو په امده خطر باندې ځوان ته بارخنه ورکول کې فکر کوي د دلیل د توجيه وردی خوب انطوری میګم چې بزرگا بشتر اهل خبره ستند او در مسایل آگاهر تر ستند تو جوان وقتی شما به جوانان ذکر ها... کلی در اصل تکنولوژی ما قایده کنم این قاعده برعکس هست بیشتر جوان امروز با تکنولوژی مسلح هستند و بیشتر کتاب میخوانند و در چینل های ارتباطی بیشتر حضور دارن و در دنیا بیشتر نسل جوان میرن و میآیند در دانشگاه ها در درون نظام اینا حضور دارند و بیشتر با در, در, جامعه اینا بیشتر زندگی میکنن با اون خاطر من فکر بکنم که اگر بعضی موانع رو برداریم اینا بیشتر میتونن بر اطلاعات مسلط باشن با بیشتر ارخ نه خبر ده افغانستان جنگ څنګه یو ډول جنگ ده یعنی نظامی برخ مټول من پویګی اگادی زونه دقیقاً بعضی مسائل استخباراتی هست که از اینا پټ کرده میشن اون سر جایش. ولی ما فکر نکنیم که نسل جوان افغانستان ندانه که کیها با اینا جنگ میکنه و چرا اینا, اینا در واقع کشته میشن چرا در هم در دفاع از افغانستان و هم در صفوف مخالف اینا هر روز قربانی قربانی میگیرن ولی تا جایی که ما حدس میزنم که حکومت افغانستان بعضی از مسائل را با مردم افغانستان بیشتر در میان نمیگذاره به همون خاطر هم در بعض جای کم میاره حکومت ولی مردم افغانستان در واقع در کل بخصوص خصوص نسل جوان در آشیا گذاشته میشه من فکر بکنم که اگر نهادهای امنیتی و نهادهای تصمیم گیرنده در پروسه افغانستان مراجعه بکنند با مردم افغانستان بخصوص در نسل جوان شما به عنوان یک قدرت کلان در منطقه و به عنوان یک نیروی بسیار بازارنده جنگ و نیروی فشار و امیدوار کننده در منطقه تا میتونین باشین و به این که وقت نسل جوان از حکومت حمایت میکنه هر دوشا نظر واحد دارن و حکومت افغانستان اطمینان در منطقه میته که به جای آید جنگ و یا تجارت جنگ میتونیم که از اقتصادی از اقتصادی مشترک استفاده بکنیم از صلح به این یک فرصت برای زم زندهګي مشترک در منطقه ژوند وکړو با کشورایي منطقه مشترک با تهدیدات منطقوي او جهانى مبارزه وکړو ای یوک فرصت بر بر احمدي صاحب د سولې شورا فکر پریکړه وکړي تصميمونې سي یا حکومت تصميمونې شي ځوانانو ته د سولې شورا کې ځای ورکړي خو شرط کې دا چې بودیجې نشته ريزوان تم معاش نه ورکو تنخواه نه ورکو زکات وسمه حال د څلور شرخو معاشونه لې تنخواه لري کو چې ځوانانو ته تنخواه نه ورکول کېږي په افتخاري ډول باندې راځي په سولې پروسه کې برخه اخلي موږ غوښتل بای کور راځي ځوانانو حاضر دي دقیقاً تریاطي نسل ځوان افغانان در نهادای غیر دولتي جذاکار په سولې جذاکار نه کار میکنن در مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم با وقت شروع میکنن تازه کارشون رو با یک معاش کم کار میکنن این فکر باید کنار بگذارن که باید حتما جوان رضاکار باشه چرا بزرگای افغانستان رضاکاری نکنن متقاعدین چرا باید رضاکاری نکنن و این حق مردم افغانستان است که حداقل ما روزانه دو ساعت ما را به خاطر مبارزه با این بحران هایی که باش مواجه هستیم به خاطر ایجاد یک دولت مقتدر و با آبرو با عزت در افغانستان دو ساعت وقت ما بکنیم ما هنوزم رضاکار هستم معاش اگر گاه نگاهی داشتیم هنوز هم هست هستم فکر بکنم که حتی در رهبری سطوی دولت هم یک مدار وقتشان وقت, وقت فر بکنن بکنن با در اضافه کاری در معاش مردم افغانستان اضافه نکنن به این خاطر که تنها 22 فیصد کل مصرف افغانستان را بودجه از بودجه افغانستان از اوایل داخلی افغانستان ما میپردازیم از 10 میلیارد دلار سالانه به فیصد از این جامعه جهانی میپرزه ما هر روزی ملت قرضدار میکنه مقابل جامعه جهانی و این بار بسیار سنگینه ضربه ملت افغانستان است که تاسو ویني بگیرن جذاکاری جذاکاری به با... ولی هم مردم آماده با... ما ده ځوانان هم آماده ستند د پروسسول به جذاکارانه کار وکونن با... ای ولی یی ر مو وظیفه موند میدان ولی به این معنی نشته که باز بزرگا معاش داشته ورسن ځوانان معاش نگیره یوبله خبر عدالت په افغانستان کې د ځوانانو مشکلات ډیر زیات دي کاغه د صحت برخه کې وی هم رواني مشکلات سره تر <تصفح> ډیر زمونږ ځوان برخه روبه رو د تر څنګه باندې اقتصادي مشکلات هم ډېرې ځوانان بیکاري دي کله د معتادینو برخه تر ډېرې ځوانان په دیکه معتاد دي دی. هغه سنتی د جامعه او د ټولنې مشكلات ته وګورئ ډېرې ځوانان سره مخامخ دي دغه مشکلات د رفع کولو په خاطر باندې د ځوانانو په پارلمان چون ټول ځوانان دي په ځوانان په پارلمان کې ترې هم عاملاً برابر کړی دي هم کار په روانه کړو لوري موضوع پرېږدو یواز د ځوانانو مشکلات بیکاري د معتاد ديو سنتی راواجونه دي او ټولنه کې مشكلات زیات دي د د منځور لپارې عملا تاسو کار کړی دی یا طرح مو کړی پارلمان در شش سکتور کار میکنه یا در شش کمیسیون یک از صحت هست صحت و ورزش و دومی از مبارزه با مواد مخدر و افرادگرایی است که مسئولیت کمیسیون هم داره میخوایم خوایم طرح مشخصی ما پارسال با حکومت شریک کردیم و کمیسیون صحت هم دیروز طرح مشخصی دوباره یک طرح جدید وضع کردن با موین صحت شریک کردن دیروز وزیر صاحب معارف هم تشریف آوردن که تشکر میکنیم ازشون طرح مشخصی را کمیسیون معارف و شریک کردن سوالات نمایندگان جوان افغانستان هم وزیر صاحب معارف برشان توضیح دادن و یا جواب دادن در مورد مواد مبارزه با مواد مخدر ما نظر ما این بود که یک نیروی مشترک منطقوی چون این تهدید منطقوی است و مبارزه مخدر با مواد مخدر به یک مبارزه منطقوی نیاز داره ایجاد شود و در افغانستان در مرکز و در ولایات هم یک ایجاد شود که هم دروج آموزش داده شود <تصفح> کسایی که متعلق هستند به مواد مخدر و هم حرفه یاد بگیرن به صاحب کار شود با ادامه ازی بحث این که چرا قاچاقبرا رها میشن وقتی دستگیری ده و, وقتی معتادین تداوی میشن دوباره به سرنوشت رو رها کرده میشن و اینکه چرا مثلا در بعضی جایها قصد نام ساخته میشن و یا گذاشته میشن که مواد مخدر تولید شود و یا چرا اگه جمعی منطقه ای سوران نمیگیرد در مورد کنترل قاچاقچیان مواد مخدر اینا چیزایی است که حکومت باید پاسخ بده و مردم در اطراف باید با این مساله مبارزه بکنن و جنگ افزار در افغانستان باید جمع شود تا وقتی که جنگ افزار است مناطق افغانستان ناامن نگاه داشته میشن مواد مخدر در اونجا تولید میشه قاچاق میشه جوانان افغانستان مجبور میکنن به اون طرف مراجعه بکنن و یا سلاح بگیرن و این نگران جدی ما هست درهای بسیار مشخص و متفاوت از درهایی که در قبل حکومت داشته جوانان افغانستان دیر تمام مودان از و پارلمان غری مختار احمدی السلام علیکم تشکرات شما درنو لیدونکو لاته هم مننه <متحدث> کو چې بهاسمو د زووانو په اړه باندې د سولې په پروسه کې د زووانو پر نقش بنیا پټوله کې د حکومت په دسمې مګریو پریکړه کې د زووانو پر رول باندې بهاسمو سره تعقیب کړو موږ به هم لکابل وخذو د جوازجان پر لور باندې لږ جوازجان از موږ همکارا فريدا مینیم سره پر کار خده د زووانو رازو کوچنیانو ته زوان چې څنګه حق لري سپینګری سره حق لري کوچنیان هم حق لري په جوازجان کې د کوچنیانو د اطفالو د ماشومانو پر حقونو د دوی پر ژوند او د دوی پر وضعیت بنګګيګو زموږ همکاره فریدا مینیمنګ سره ل جاوځجان پر کارخدا او په جاوځجان ولایت کې د ماشومان او د کارګور ماشومان پر وضعیت بنګګيګو سلام علیکم استړی مشی سحر مون اکرم غفریده جان مېرمنو کې په جاوځجان ولایت کې د کوچنیانو او د کارګور کوچنیانو پر د ژوند پر وضعیت سره خبرې وکړي څنګه دی سلام تاسو هم بخښه همکار از این قسمه که در ولایت جوزجان با شمار اطفال کارکان روی جاده با گذشت هر روز افتوده می و این نگرانی را بین مردم در ولایت جوزجان ایجاد کرده قسمه که که مدنی در میگن که افتودن ازی اطفال در دوی جده هایی او خب نوزگوز خواد داشت بخاطر ازی که از اطفال سوی سفر جنسی موضوع سوی سفر جنسی اینا قرار میگیرند و در بسیاری موارد حتی در قسمت فروش مواد مخدر از اینها استفاده میشه و اینو مسئول خیلی ها در روی جاده ها هستند در فضای نامناسب فکر که این فصل زمستان است ولی وقتی به جاده ها میبراییم شمال اطفال که در روی جاده ها مصروف کار هستند، مصروف سگه دیگری هستند اینا خیلی ها زیاد است با که تعداد از اینا که مصرف هم میکنن و در فهمی مصرف به خاطر از اینکه اقتصاد از اینا خیلی حاضر این فرد اینا مجبور هستن که کارهای شاکر را بکنن و بسبت دیگه میکنن کنن. ما با حال های با مسئولین به بخش داشتیم و اینا میگن که با تعداد از اینا هم شده و وضعیت افراد روی جاده اینا خوبتر شده مثلا در گذشته اینا میگن نیفیت محفظات شبکت در زبان در محدودی کار بور اجتماعی اینا کارهایی را در قسمت بهبود وضعیت کودکان کار رو روی جاده انجام دادن ولی قسمت خود از میگن می که این کارهای ما بخشنده نیست ولی و باید کارهای بیشتری کدام کارهای شاقه هستند که در جوزجان کودکان مصرف اینها کارها هستند یا انجام میدهند کارهای شاقه در جوزجان؟

که تجمع مردم <متازم> به زیاد از در بازار در مسجد در جاهایی که بیروبار زیاد این اینا دست و دیگری میدن و تعداد از یک سال با گذشت هر رو با خاطر جلوگیری از کارهای شاقه اطفال در ولایت جوزجان خود نهاده مسئول در این ولایت کدام کارها را صورت گرفته کدام کارها انجام دادن و رضایت مردوم از کارکردی زینه یعنی هداي مسؤلي کې درين بخش کار مکنند کې چطور میتوانند کې اطفال راز را کارهاي شاقه منه کنند رضایت مردوم چقدر استم خوب مردوم د اين روسو اصلا وبايت ندارند کاپ هاي کې نهاد هاي مدافع حقوق كودکان و خود ریاست کار و مور اجتماعی در این راستا انجام داده بسنده نیست و قسمت اینو خودشان هم میگن که این کارهایی که ما انجام دادیم بسنده نیست از تعداد از کودکار اینا حمایت اطفال یک مرکز را جور کرده و تعداد از اطفال مصروف کارهای شاقه هستند روزانه یک ساعت یا دو ساعت با اونجا میرن و تعلیم و آموزش میبینن و این بسیار تعداد کمی هست که در اونجا میرن و آموزش میبینن و یک کارهای ارثه ها را آموزش میدونند این خیلی کار کم است و در این کار امور اجتماعی علت افزایش اطفال کارتون بیجانه را سرازه شدن ماجر یا بیجا شده ها از ولایت های همجبار و خود بلکولی های ناامن این ولایت که در یه وقت ها خیلی ها افضایی شده علت شمی که تعداد زیاد از بیجا شده و خانواده بیجا شده و شهر شبرگان اومدن و نبود کار و فقر اقتصادی باعث می شده که اطفال از یه هم به شهر و بزان یعنی دارند و مصروف کار های شاقه شد و مردم ولایت جوزجان اصلا از این کارهای که در قسمت بهبود وضعیت کودکان ای ولایت انجام یافته اصلا راضی نیستند و اینا خواهان از این که نهادهای دولتی و غیر دولتی که در بخش حقوق اطفال کار میکنن اینا باید کارهای عملی و بنیادی را به خاطر از این انجام بدن به خاطر از این که ای با گذشت هر روز به تعداد از یا افزایش میفته و اې ني ني بایس ازي خبر شوکې دا آئنده بعضې دغه نو غوره د رقوتابه او قبه نو غوره به خو خپل خوښ شي <applause> او شما گفتل کې مردوم از کارکرد نه هدهای مدافيلي حقوق اطفال راضی نهستان مشه بگوین کی چورا راضی نهستان چورا نه ده مسئول درینرسا کاري انجام نه دادند کی قناعت بخش مردوم باشن آیا اینه ها امکانات نه دارن یا هم ظرفیت کار نه داشتنه از خاطر کار صورت نه گرفتہ ما چند قبل با رئیس کار و اجتماعی سید منصور عبدالرشید منصوری ما های داشتیم و اینا گفتند که بوده چی کافی به خاطر از این کار اینا ندارن ولی دیگه ای با خود یا تلاش ها به این است که باید شبکه محافظت اطفال یک بخش جداگانه می شود و صورت امیدواری های موجود است که در این راستا کارهای زیاد باید صورت بیرد و پیشتر من که مردم از اینجا نروزی هستن از این کارکرد ما با قشر معلول داشتیم با افراد دارای معلولیت داشتیم که اینا میگفتن با ما زمینه کار مساعد نمیشه. و فقر اقتصادی دامنگیر ما هست و بیشترین از که در سیه جاده ها دست به تگه دیگری می و یکی که کارهای شاقه میکنن از حال اینی این قشر که باید به خاطر کاریابی و, و فراهم نمودن زمینه های کاری برای قشر معلول و برای جوانان، برای خانواده بیجا شده این یکانه زای حال خود بود به خاطر جمعودی از کودک های روی مشکلات امده ای که اطفال و کودکان جوزجان دارد کدام ها استان و نهادهای مسؤل در این رابطه چی گفته است کی دا رانده کوم کارها یا کوم پلان <سؤال> ها را در نظر دارن کی مشکلات <مشتماع> اومده اطفال را بر طرف وسازان خدمت مافیشتر <مشتماع> هم <مشتماع> گفت هم کوریز کی د ای بلایت دوره خانواده د جو شده عفویش شفته و گرسنگی و بیکاری یکانه علت از این هست که با کودکای کارکنه رو جاده افتوده و قسمه با، که رئیس کارمور اجتماعی در صحبت خود گفته بودن که پینجا هفت هفته در صد مردم بلایت جمجان در یک ایتایی که از طرف یک نخواد بسیار معتبر در افغانستان سیدت گرفته پینجا و در صد مردم جمجان زیر فقر یا گرفتن و این میگن که پیجو در پر مدامه دیو جان زیر فقر زندگی میکنن و این خود یک تحصیل بسیار منفی بلای دومه دیو گذاشته و نهات های مدافع حقوق کودک ها میگن که اینا در قدم نخواست که ایسایی در مورد آمار اطفال که در یه جاده ها کار می کنند باید راه کنن. چون فعلا آمار دقیق از اطفال ساکان در این در دست ندارند پس از که با راه برنامه های آموزشی تعلیمی برازی اطفال زمینی کار آیستای سبرزی ها هم نمایند تا بتانند که این از حال از کارهای شاخت دست بردارن از تاگه دیگری دست بردارن و مصروف کارهایی شوند که بتانند به حسابشون هم کمک شود و بتانند که به مکتب خود هم اینا به صورت درست برند فعلا این نیز از که در اینجا در کارهای هستند از دست و تدین تقریبا دور مانند بسیار زیاد سپاس تشکر فریده امینی همکار خوب ما تشکر زمنګ همکارا فریدا امینیوال <سؤال> جوازجان ولایت څخه د کوچنیانو د کارګرو کوچنیانو د وزارت پړور باندې ورستي جزئیات له تا سره شریک کرل چې نه واځ په جوازجان ولایت کې بلکې پټوال افغانستان کې زمنګ د هواد راتلون کې یعنی کوچنیان د ټول <سؤال> شاقاکارونو <سؤال> سره <سؤال> لاس او ګریوان د خصوص په خارياتو کې د زیات دي درانده کارونو کې د مستریان سره دي د موټر انجن چې ډېر درون کار دی د موټر لاندې پراتي بیا انجن سپریو کارون وکتر سره کوي کراچی وانی کوي په دیاخ کې د زینور سخت کارونه کتر سره کې اصلن زوآن د دغه یخنې تاب نه لري ماشومان کوچنيان په دغه سخت کارونه باندې بوخت لګی دي همدغه کوچنيان د سباور عزیزوانان جوړيږي او کچيري از... کوچنیان څارل او سره رهبرینه دو شي د دوی د دو سرنويش پاډون باندې سم پریکړه ونشینو سوال لپاره دی چې ځوانان چې همداغه دول مشکلات سره مخامخ دي د دوی, روح روان, دوی دو روح روان باندې دغه مشکلات تاثیر کوي سوال لپاره هم دوی د روح روان لپاره ود نیمګړي را لویږي او حماغه چې بیا د حکومت په غټنه لګي ګو مخالفین همداغه دول راشخاص څخه استفادې تر سره کوي خپل لوګټي جذبي او بیا ځکه دوی هغه سیمه منطقه واستدلال بل مخالفین سره نشي کولای چې وروره ته چې پ ځانمرګې بریډ کې قرباني کوي وی ولې خپل د جنت ته ولې نه غټي چې ما ته وایي په ځانمرګې بریدو کو تب ډایرکټ جنت ته ولاړ شي د جنت لپاره د یا فلاند یا غاف وهات چي ته ویل کیږي بیا دغه منطقه خو سره نشکوي ولاي سره نشکوي چې ته ولې نزي جنت ته چي مالیږي یا د دې ته ورته ځین نور ډیر زیات مشکلات دي چې بیا کازوانان هم دغه سي کوچنيان د نن ورځې کوچنيان د سبا لپاره ځوانان شو به تعلیم هم د سلوشي شاقه کارونه در سره کړی روح روان لنیږي د نیمګړي رالو شي نو صبا بیا یوازینی لوی مشکل چې دغه د دوی روحي او د زهنی نمګړتیا لري نو خداده چې د نن ورځ د کوم نیانو غمو خړل شي صبال لپاره مو ځوانان سالموي کده صبا ځوانانو غمو خړللنو دا غن وروسته راتونکو به هم سالموي نو کده وسنه تهذاب نو بنسړنه سم کار تر سره شو د صبال لپاره به هغه فراس کې چې څوک وي د حکومت په رهبریت کې څوک وي سلام اشخاص به بیا به مونږ دا څه ګیلنه کوي چې ګویا دغه چارواکو ماته کارونه کړلو دغه فلاني شخص ولې د هواد لپاره جمن پاتنه شوله ولې هغه فصارت زمينه برابره کړله خو چې له کوچنی ته په نردي اساس بنسټ سمنه به خدل شوې په ځوانه کې واغڅک د خیر کار تر سره کړي نو لازم ده چې کوچنیان د راتلون کې سرمایه ده د راتلون کې د افغانان راتون کې جوړوي د راتون کې رهبران دي د راتون کې ولسمشران دي وزیران دي د حکومت په لوي چوکي به ګمرل کیږي او د ترڅنګ باندې چې مثبت لا رہے هم زه تر مداصفانه منفي بخش کې هم همدا ډول باندې استفاده کې د شګیدېش پراتو کې یو لوی ترهګرشي کې د شپې راتونکو یو لوی غلط شي قاچا خبر شي نوخه خبردار ده چې سر لووسا د دو دوی د دو سرنويش لپاره پریکړه تر سره شي د دوی دو آ... راتونکو تاسو هم پهلان جوړ شي او هغه لازم امکانات چې حکومت په واسک کې په واسک واس کې لري وکیل لري کورنۍ په وکیل لري باید استفاده تري وکړي او کوښینم د سرنويش لپاره لازم کړو در سره اکړه مننه درنه هې وادوالو چې مالتیا مو وکړه ل مونږ هم, هم لنډه وقفه لرو لو وقې ورسته بیرته راګرځې کو یو ځربیا مخرا غلاس تو ورځ مو نیکمرغه د اغاز روز خبرونه دا او ز اجمال درمنه د برخنیه رسنوی مهم ټکی مو هم ولې د لاو پر دوه مهم موضوع باندې هم بحث لرلو د یو د افغانستان د سولې په پروسا کې په ټوله کې د حکومت په تصمیم او پریکړه کې د ځوانانو پردښمه د وغېدلو بل هم د ځوانانو سره مرتبط دی په ارتباط کې د کوچنیانو په حقونو باندې یعنی کوچنلۍ چې به ځوان جوړيږي ځوان د چې په افغانستان سرنويش په پرتلل دي د کوچنیانو په موضوع باندې د افغانستان د ماشومان په موضوع باندې خصوصا د جوزجان ولایت د ماشومان په موضوع باندې هم وغېدلونو رازود کابل چاپ ورسره نوتا اغه موضوعات چې په چاپې رسنوي کې د افغانستان سیمه و د نړۍ په نړیواله دی مهم دی سرنوي شاز دی نو خداده چې د چاپې رسنوي له مهم ټکو هم تاسو خبر کړو چې تاسو ورسپونده لاره نه لري نو الحمدلله پرمخ دغه خبرخه چمتو کړی ده اغه موضوعات چې په چاپې رسنوي کې د افغانستان سیمه و د نړۍ په نړیواله دی مهم ټکی له تاسو سره شریکول تما سره شته څوب مندګار او میلیار مان ورسپنه ورسپنه ستړي مهمټی کتاب سویه لومړيبه د 80 برسپان مهمټی کنا پيل وکړو هغه چې د افغانستان پړوان مهم دي په دغه برسپان کې راغلي دی زې مهمټی ک لتا سره شریکو ما 80 برسپان په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو باندې د 4 بانسټو نو وای نار اخستلې ده نه دهای نظر گفتاس کښ مکه شو هم یعنی کمیسون هي انتخاباتي زمينه مداخله حکومت را فرهام کرده ست د د نظر بنسټونو یا د څار بنسټونو نیوکه د چیر مخکې هم غوړد اشاره وکړه د ټاکنيزو کمیټو نو ټاکنيزو کمیټه نو د ټاکنيزو شکایتونو کمیټه د ټاکونو کمیټه ترمنځ پر تقابل باندې د خبر هم را څرګیږي کارک کتونکو چې د افغانستان د حالاتو شنوونکي په دې باور دي چې کچېری د ټاکنو د شکتونکو کمیسون او د ټاکنو خپلوا کمیسون همدا شیخ خپل منزونه کې تقابل ولري یو د بل پر وړاندې ودری یو د بل د پریکړه پر وړاندې ودریګنو د افغانستان د راتلونکو مقرننه کوي یعنی د پارلمان سنويش د پراس کېده هغه با بعدو به تر کړی ځکه د ټول کابل ولایت درایو د باطلي دو پریکړه د ټیکنو شکایتونو کمېسون لخوا شوه دا وی چې هغه سچ منګولي دل یعنی د کابل ولایت د ټیکنو په موضوع باندې شکایتونه زیات موجود وو او د سیړل په کوم وخت کې ناممکنونه لازم مو غاڼه لا چې باید د کابل ولایت راي باطل اعلان شي دا د ټیکنو شکایتونو لخوا چې د کابل ولایت راي باطل اعلان کړي دي د هغهي نظر او د هغهي دلیل دي چې په همدې خاطر مونږ د کابل ولایت ټول راي باتیں اعلان کړلې بیا د ټاکنو خپلواک مېسون وای خلکو وای شنو کې وای چې د کابل ولایت لپاره دل عدالت تقریبا کم اس کم 2 میلونه خلکو راي استفادہ کړلې د ټول کابل نفوذ 15 میلونه شپږ میلونه ده اتمان په دې کې 2 میلونه کسانو راي استفادہ کړې وي نو د 2 میلونه خلکو سرنويش تر ولې وشه دوی خو راي ورکړلې دوی سختې ګللې دي هغه ورځ میسکري د کارت نه دی تللې او مشکلاتي ګاليري لومړی خوده په مشکلاتو ثبتنام وکړلو بیا لاغنه ورسره ټاکنو پرواز باندې د دوه نمونه پليستونه کې نوښ پرې مشکلاتونه مې را پیدا شول راي ورکرل بیا اخره په دمو ورته اوس ټاکنو سکتونو کمیسونو چې دې ټوله راي د باتري اعلان شي د خلکو د حق لپاره باید څه وشي د دوه ایا به حکومت د دې ټون لري چې کبه ټکنیکي د پړ بده جه مسايده کې او بده جو ورته ور کې به د کبل <سؤال> ټکنیکي وشي ایا خلک د ته حاضر دي چې بیا د پټا کور کې برخه واخلی د غسته باید پاملرنه وشي بیا د راي د باتلې د لو پړون پریکړه وشي بل ټاکنځو ټاکونو کمیسون وای چې مونګه بایومټریک راي هم دې کول روچ بایومټریک شو ولای دي لته قلب پاک دي هغه ولې باید باتل اعلان شي د د ترڅنګ باندي به بایومیټریک رای هغه چمنګه د شفافیت پر وړاندې کار ثبت لرو هغه والی باید باطل اعلان شي نو دا غسیږي چې ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هم باید په نظر کې ونیسی بل لوړ ته بیا د نوماندانو او کمپاینونو هم په نظر کې باید ونیول شي ځکه دغه کمپاین اساسه خبرونه دوی په ملیونونو افغاني لګول دي مصرف کړي دی او که چیرې د رایبات اعلان نګینو د هغه مالی مصرف هم شول نو رامنوي امکانات هم برابر کړی کمپاینونه کړی لېتلې راغلې دي په د کمپاین پر مهال ډېرې کاندیدان لستون سر مخامخ شول نوماندان وګ واخل شو یا مشکلات امنیتی مشکلات ولیدل دا اوسید چې باید په نظر کې ونول شو بیا درایو د باطلې دوه پاړون باندې پریکړه وشي بل ورته ویل کېږي چې په خپل ټاکنو شکایتونو کمیټه باندې هم زین هغه نمائندان چې په هیګي خپل سیرې په شکلي د ځناقامې ما فشار راوړي چې د غلای باید باطل اعلان شي ځکه ځخصم ناکامې ما نو ولبل غځما رقیب چې د کمیابيږي پرې درخه دا خبره د چی س د درایو باطل اعلان شي زین نور خلګ هم په ټاکنو شکایتونو باندې کمیټه باندې ویل کېږي فشار راوړل دی په دغه کمیسیون پریکړه وکړه چې دغه د کابل راي دی باطلې لنجو پار صورت باندې چې کیږي هغه مشكلات چې د افغانستان بودی ترسيږي د افغانستان ولست ترسيږي د افغانستان درایو د ولستون درایو حیثیت ترسيږي هغه باید په نظر کې ونیول شي لاغ نه ورسته باید پریکړه وشي ک باطلې دوه کې دولت غټوي همغه دی کېو ک پاتې کېدو کې دولت غټوي نو همغه پریکړه دی ترسرشي د د 820 خبر وو د ترڅنګ باندې زنه نور خبرونه هم په دې کې راغلي دي یو ځالب خبر دی طالبان در غرب افغانستان سه ګمرک دارند په دغه دا موضوع باندې هم ورته ډیر خبرونه زموږ همکارانو برابر کړی دي رسنوي بلا بلا جوړ کړی دي په ډیره ولایتونو کې د طالبانو لپاره دایت سرچینې خپل د ګمرک کاد چې جوړ کړی دي له موټرو پیسې اخلي هغه موټره چې 12 وی او تولیدات راوړي واردات راوړي په هغه باندې دوی مالې وځکه له غوینه پیسې اخلي هاته په زونو سیمو کې کله پولی خلکو اخلي یعنی د سر د شخص د سر پر سر باندې پیسې تر اخلي چې تاسو کور کوم ځوانان نه سيړه د مولا پیسې موږ ترا حاضر کینو د دوی د جنگ لپاره د دوی د جنگ د تمویل لپاره به خاېت کېدلی شي اوس دغه خبره شپه راخلې طالبان در غرب افغانستان سه ګمرک دروند دا خبرو ګرم چې جزئیات ته ویلې په پنجوم مخکې پنجوم مخکې پیدا کو دغه په ورسپانګه د خبر پاتې برخه پیدا کولم لکه مشکل کار وی زکه یو خبر دوی نه لري ډیر خبرونه لري خا خبر پیدا شولاس د سوبل کېږي چې طالبان در غربي کشور سه ګمرکدارن طالبان در ماه هاي اخیر تشکيلات اداري شند در غرب افغانستان را منظم تر ساختوند انان باید ایجاد با ایجاد د ستا کم سه ګمرک هر روز میلون ها افغاني درامودارن بطازګي یو څو بشورای ولایتي فرآ از ايجاد ګمرکی تازهي توسوته اين ګرو در منطقه تونکاي ولسوالي بالا بلوکي فرآ در مسيري پر رفت پر رفتامه دي شاراه هرات شاراه هرات کابل خبردار دهست يعني yani زه ده معلوم شوم چې د کابل هرات پر لار باندې د خلکو يعني وسورول طالبانو دړي ګمرک نه جوړ کړيده او ل خلکو پکي د موټر وارانو څخه پکي پیسې خلې بل خبر به لنګرهار لري خبر د خبر هم در تویم تولید اصل نګرهار در سال جاری بش از 70% افزايش راغته است جزئیات رتویم وزارت زراعت او مالداری کشور اعلان کرده است کی تولید اصل در ولایت نګرهار د اصل روان بش از 70% رشد افزايش راغته است وزارت زراعت روز شنبه 17م قوس به نش خبرنامه وی گفته است کی از فارم های زموري اصل در ننګرهار در سال جاری حدود 350 تن اصل تولید شده است این در حالی است که تولید اصل در س... در سال گذشته در ننګرهار 200 تن گفته شده است در تر څنګه نور جوزات پک همش ته خو به سنه کوي خ مطلب رسوي چې خبر دی سكال او یا په سلو کې د ننګرهار د شات تولیدات زیت شي وې دي خدای دې وکړي چې په اړه برخه کې متوليدات زې شي تولیدات ترڅنګ صادرات ومهم زیت شي په خپل هواټ کې هم مصرف شي او نور هواډونو ته زمنګل مصرف اضافه دي نور هواډونو ته هم صادر شي تر څو د افغانستان اقتصاد پر پیاوړې شي بل خبر بیا د پاکټیکا څخه د والی نام نه هغو طالبان بري پاکټیکا کوشش ته شوډ وزارت امور داخله کشور با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که پیرغا ولی نمنهاد گروه طالبان برای ولایت پکتیکا در یک عملیات ویژه و هدفمند نیروهای امنیتی کشته شده است در این خبرنامه که روز شنبه 17 مقیم منتشر شد آمده است که این عضو برجسته گروه طالبان شب گذشته یعنی جمعه شب در قریه ده خلیفه‌ای ولسولی گومله ولایت پکتیکا در نتیجه یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی از بین رفته است خبرنامه افزوده است ک در این عملیات به شمول پیرغه 4 وزوی دیگر گروه طالبان نیز کشته شده اند و از نزد آنان مقدار مقدار جنگ افزار و اسناد نیز به دست آمده است بر اساس این خبرنامه پیرغه یکی از اعضای مهم طالبان در پکتیکا بوده و در ترهی و سازماندهی حملات هراس افغانانا در این ولایت نقش داشت در مئی اخیر در یک مه اخیر این سومین ولی ننہادی گروه طالبان اس کیه توستې نوره امنیتي کشور کشته شود ډیش ازي نوره امنیتي اس کشته شونې ولی ولیهای ننہادی گروه طالبان برای ولایت های هلمند او غور خبر داده بود دته څنګه باندې یو بل خبر همسته ده یک شهرونی پاکستان در فرع کشته شوده هم د سره مرتبط خبر ده فقط یو جمله وایم او بیا بل خبر دا ټویم درپه وقوي یوک درګري مېني روهیرته شو طالبان در ولایت فراه 7 ازافراد طالبان به شمول یوک شهروانی پاکستان کشته شوه د هم بل خبر و د 8 صبح ورسپنه سخه نو وربه شو د هواد شمالي ولایتونو پر لور باندې بشیرت ایزمن همکار د بلخ له استډیو نام سره پر کار خده او دا چې د هواد په شمالي ولایتونو کې امنیتی او سیاسي اقتصادي وضعیت په کوم حالت کې ده چې نیوی پیښ شوې ده لدا نه به هم زموږ همکار تاسو خبر کړ سلام ستړي مشهات ایوب مهرباني وکړئ د هواد د شمالي ولایتونو ورستي امنیتی او سیاسي وضعیت ته رانه واشوئ درود بر شما صاحب شما بخیر مقامات امنیتی از چندی بدین سو میشه که عملیات های پاکسازی را در ولایت کندوز را اندوزی کردن با توجه به که چندی پیش باشندگان کندوز از وخامت افضای امنیتی در این ولایت نگرانی داشتن و مقام امنیتی عملیات دوفان 21 را در بخش های ناامن ولایت کندوز را اندازی کردن تا بتانند که مخالفینی که در بخش از ولایت کندوز حضور دارند را از آنجا پاکسازی بکنند که چند پیش عملیات توفان بیستیت را اندوزی کردند که به گفته مقامات امنیتی به این عملیات تلفات سنگین بر مخالفین وارد شده و پس از ختم این عملیات بخش دومی عملیات آغاز شد در ولسوالی که زیر تهدید بلند امنیتی در کندوز قرار داشت که بخش دوم راه شد تا بتوانند که جاهای باقی مانده ولایت کندز را از وجود مخالفین پاکسازی بکنند که در عملیات تا فعلا سه طالب مسلح کشته شده و چهار طالب زخم برداشته همچنان شما زیاد از مهمات و جنگ افزارهای مخالفین در ولایت کندز تخریب شده و مقامات میگن که در عملیات توفان 21 در بخش دومش تلفات سنگین را بر مخالفین وارد کردند و مخالفین از بزرگراه کندوز و ولسوالی های ناامن کندوز فعلا عقب نشینی کردند و بی عملیات هم ختم شده اما بخش سوم عملیات طوفان بیستی قرار است بر روزهای آینده در ولایت کندوز را اندوزی شود همچنان در ولایت جوزیان روز گذشته مقامات امنیتی توانستند دو, دو توریست را بازداشت بکنند و این دو تورست پلان ازی را داشتن که ایک از متنفیزین قومی را در ولایت جوزجان ترور بکنند و قبل ازی که به هدف برسند از سوی پلیس شناسایی شدند و این دو تند بازداشت شدن در ولایت فاریاب از چندی به نیست میشه که نیروهای امنیتی، نیروهای خزش مردمی و باشندگان در روستای سرحوز ولسوالی پشتونکود فاریاب در زیر محاصره گروه طالبان قرار داره و گروه طالبان تمامی راههایی که به ای روستای سرحوز وصل می را کرده و نیروهای امنیتی و باشندگان با کمبود مواد غذایی ضرورت دارند و ای از چند دیباد این که جریان داره و فعلا این باشندگان و نیروهای امنیتی در وضعیت بد در سرحوز در روستای سرحوز ولسوالی پشتونکوت به سر میبره بره و تا فیلن هم مقامات امنیتی هیچ عملیات را را اندوزی تا بتانه که نیروهای گیرمانده در سرحوز را کمک رسانی بکنن همچنان راههایی که از سوی گروه طالبان مسدود شده و راه ها را باز بکنن تا دوباره مردم بتانه که مواد خوراکی را به اون روستا ببره تا مردم که با کمبود مواد خوراکی اونجا زندگی میکنن برایشان رسیدگی صورت بگیرد همچنان در ولسوالی های اندخوی نیز از یک هفته به این که گروه مخالفین تحرکات خود انجام داده و چندین روستا در اونجا با دست گروه مخالفین سقوط کرده و روز گذشته مقامات در قلوردو دوستان تماس که ما با داشتیم گفتن که عملیات را در ولسوالی چارگانه انخوی رو اندازی کردن و در اونجا تا هفت مخالف مسله دولت در عملیات کشته شده و سیزده تن دیگرشان زخم برداشته همچنان این عملیات ها در ولسوالی اندخوی فاریاب جریان دارد تا بتانند که مخالفینی که در این روستا ها ای ولسوالی دا حضور دارند را از آنجا سرکوب بکنند همچنان در جریان درگیری مقامات امنیتی زخم برداشتن سه نیروی امنیتی را در این درگیری ها در ولسوالی اندخوی تایید میکنند در ولایت سرپل هم چندی پیش از اثر ناامنی شمار زیاد از خانواده ها بیجا شده بودند و به ولسوالی سانچارک سرپل بیجا شده بودند که روستاهای تیبیر تقای خوجه چندی پیش مخالفین تحرکاتی که داشتند باشندگان از اونجا بیجا شدن و به بولسوالی سنچارک پناهگزین شدن که روز گذشته ریاست امور مهاجرین در سرپول توضیح پول, پول نقد را برای خانواده های بیجا شده آغاز کردند تا بتانند که با مشکلات که او فامیل دست پنجه نرم میکردن فامیل های بیجا شده برشان کمک رسانی بکنند که روز گذشته 180 فامیل ها یا کمک رسانی کردند و همچنان اطمینان دادن که این کمک رسانی ها همچنان در ولایت سرپل برای خانواده های گیر ادامه خواهد داشت در ولایت بلخ هم روز و روز عنوان موتاد و افراد آغشته به مواد مخدر خصوصا کودکان در حال افزایش است نسبت به هر سال عنوان بیشتر دیده میشه با کودکانشان که از مواد مخدر استفاده میکنن و در وضعیت بد یا به سر میبرند و بیمارستان متادین میگه که مراکز درمانی در ولایت بلخ کم است و گنجایش هزیر نداره که یا بتانن تمامی افرادی که معتاد به مواد مخدر است یا را جمع بکنن و به جهت درمان بر زیاد زمینه را مساعد بسازن و از شروع سال جاری تا فیلن نزدیک به 500 بانو و کودک در بیمارستان تداوی معتادین در ولایت بلخ درمان شدند و دوباره به زندگی عادیشان آغاز کرده و همچنان شمار زیاد از این بانوها هم هستند که فعلا در روی جاده ها مواد مخدر استفاده می کنند همچنان به کودکانشان نیز مواد مخدر میتن و یا معتاد مواد مخدر هستند آمار که ما داریم گفته میشه در سطح ولایت بلخ بیش از یکصد هزار تن معتاد به مواد مخدر هستند که از این میان 15 درصد آرام بنوان تشکیل میتن و 5 درصد زیر کودکان تشکیل میتن اما عوامل افزایش این متادین را دسترسی آسان به مواد مخدر هستند که میتونن به خیلی آسانی یا مواد مخدر را خود تأمین بکنن و از او مواد استفاده بکنند. همچنان ریاست زراعت بلخ در سال جاری 2500 کیلوگرم زعفران را برای بانوان کشاورز توزیع کردند تا بانوان بتانند که بایی به سنت زعفران به خودکفایی برسند و همچنان گفته میشه در سطح ولایت بلخ 270 جریب زمین اختصاص داده شده به کشت زعفران و بیش از 90 بونو فعلا مصروف به کشت زعفران کاری است و همچنان ریاست زراعت میگه که نسبت به سالهای گذشته تولیدات زعفران در ولایت بلخ افزایش پیدا کرده و در از درجه هستند تا این تولیدات را در سالهای آینده از این بیشتر بسازند تشکر آقای بیاین شروع کنیم از ولایت فاریا شما گفتین که در منطقه سرهاوز هم مردم ما تقریبا 5000 خانواده ها به شده شدند و با مشکلات کمبود مواد غذایی روبرو هستند فعلا بر برای هر این مشکل نهادهای های مسئول کدام قرار انجام گرفته یا میخوان که انجام بدن کدام قرار صورت گرفته است هنوز خوب مسئولان امنیتی ما صحبت که باشون داشتیم همواره اطمینان دادن که پلان دارن که تا عملیات پاکسازی را در بخشهایی از ولایت فاریاب رو بکنن اما تا فعلا عملیات رو نشده وقتی ما صحبت میکنیم امراشان بر ما اطمینان میتن که ما پلان گذاری کردیم تا عملیات و را در بخشای ناامن ولایت فاریاب رو اندازی بکنیم اما از زمانش دقیقاً برای ما اطلاع نمیده که چی زمانی عملیات را اندازی میکنه. و شمار زیادی از خانواده ها هم بیجا شدند و در وضعیت بد زندگی می کنند که از ولسوالی اندخوی گرفته تا ولسوالی پشتون بلچراغ و قیصار فاریاب مخالفین حضور دارند و همواره باشندگان آزار را اذیت می کنند و در تازه ترین مورد هم که راه های به روستای سرحوز را یا مستود کردند و باشندگان حتی مواد خوراکی هم ندارن و نیروهای امنیتی هم همچنان مواد خوراکی ندارن اما مقامات امنیتی میگه که پلان گذاری کردن و قرار است در روزهای آینده عملیات پاکسازی را اندازی بکنند که تا فعلا این عملیات را اندازی نشده در بلخ هم از افراد معتادین، از افزایش معتدین خصوصا زنان معتاد شما گفتین میشه بگین جوانان خو میگن که ما بیکار هستیم مشکلات اقتصادی داریم و مشکلات خانوادگی داریم از خاطر رو میوریم با مواد مخدر اما زنان چه مشکلات داره چرا اینا با مواد مخدر رو آورده است و معتاد شدند خب صحبت که ما با چند تن از بانوان معتاد در ولایت برخ داشتیم بیشتر ای بانوان کسایی هستند که از ولایت های ناهمن همجوار ولایت برق به اینجا بیجا شدند و بنابر مشکلات که داشتن اقتصادی که دا، مشکلات اقتصادی که گیرشان بودن یا رو آوردن به مواد مخدر و شما زیاد از این به عنوان مهاجر بودند وقتی که از زیاتر از یا یک مدت به ایران زیست کردند و بعض دوباره به افغانستان برگشتند و عدم امکانات برای زیاد سبب شده تا یا بیشتر رو برن به مواد مخدر و فعلا در وضعیت بعضی زندگی میکنن یا عطا قبرها را یا کندن و در آنجا زندگی میکنن با شما زیاد چون با با کودکانشان با شوهرشان در آنجا زندگی میکنن و مواد مخدر استفاده میکنن و بیمارستان تداوی متودین را چندین بار تلاش کردند تا برن که متودین را ازید همه های شهر مزار شریف جمع واری بکنن و جهت درمان به بیمارستان انتقال بدن اما شما را زیاد از یه آذر نشد تا به بیمارستان برند دوباره درمان شوند و عوامل که بیشتر سبب شده تا یا متاد شده یکی مهاجرت است و دیگه ای که از نوامنی است که یا از هایشان بیجا شدن و به اینجا به شهر مزار شریف آمدن از مواد مخدر استفاده میکنند مسیر زات صفوس تشکرم اتهیب سلامات باشین باد باشین وخت خوښ دښته باشین لوسروش زما همکار بشیر اته ای و چې د هواد د شمال ولایتونو د وروستي امنیتی او سیاسي وضعیت پرمون باندې موږ سره معلومات شریک کړل ته سره معلومات شریک کړل په دغه ډیره د درد خبره بیا په بلخ ولایت کې د خزینه او معتادینو زیاتواله دي چې دوی هم د کسنګش ناري نو په د ناري نو معتادینو په شمیر کې زیاتواله راغلي خزینه هم زیته شوې دي ډېر ځوانان دوی خپل دغه نشې توګرو د کېدل یو ډول توجه کیوي دوی وايي چې مونږ بیکاره اقتصادي مشکلات لرو په موږ خطر باندې د د حل روینه چې راشه معتاد شو اصلا دا منطق نه ماني دای دلیل کېدل نه شي ډېر ځوانان بیکاره ګرځي هغه هم مجبور دي چې باید په معتاد باندې معتاد شي په نشې توکو باندې روغ دي شي دا اسنان د هاله رنیش کېدل یو د پدی باندې درته دا کار توجه کېدل شي باید څملہ رغوره کړی چې زوان دی انرژي زیاته د حوصله باید زیاته ولري او د مشکلاتو سره باید مبارزه وکړي تر څو لمځه وي چې ازګر هم پاوډر سکل ده د پر بیکر نه شلمند وړل ازګر هم پاوډر سکول د لپاره کورینی مشكلات لمځنه شي باید عمل مبارزه وکړي مشكلات لمځه وي بل او خبره پدې کې بیا د خزینه د معتادین وو چې ول خزینه معتاد کېږي روګ د کېږي کورنۍ مشکلات په خپل مثلا په کورنۍ کې یو شخص د ډېرې انګورګان لري یا ډېرې زنی نور کورنۍ مشکلات وي یو مېرده خپل مېرمن سره خره او یا نه کوي په امنه خاطر باندې مېرمنه به توګه چې ما څه کورنۍ مشکلات زیتونه د در درآمد د خفګندل کور په خاطر باندې ما نشې توګه مخو کړل د هم یو عامل کېدل شي خو باید د تهم تحصیلمو تحصیل نه شو اومه مشکل باید حل کړو درته څنګه باندې بل عامل چې ماشومان پر روغ دکیږي یا خزينه پر روغ دکیږي هغه پخپله په كورنۍ کې د یو تن روغ دکیږي دل دي کچیر په كورنۍ کې وتن روغ دي شي پدورو باندې کا کړوي هغه به د کورنۍ د نور غړ په مخ کې اک پورتل خراب پرزه پرګ دغه نور شینان نسوار سيګريټ یا چارز د نور شین نس کوي معشوم همغوري ګولای د پلارمي ورورم يا د كورني بلغړمي چې د کاراکټر سره کې حتمدا حق ار درازتې هم ځکوه سبا معشوم هم پر روغ دکیږي هم د سميرمن هم پر روغ دکیږي د كورني نورغړي هم پر روغ دکیږي ځکه مشان وای چې یو تن معتاد هم د كورني په وګبار او هم د ټولنې په وګبار هغه هدف هم دنه دی چې خ خپل مشکلات نشاله کولای د ټولنې په وګو بارځک شول چې ټولنه ورسره بدنامي کوي د کورونې د په وګو بارځک شول چې یو خپل معتاد دی بل کورونې هم ځان سره معتاد کوي شي نو خبره ده د دغه مشکل د حل لپاره چې کيوته موتاديږي زړه در د مغيوتن غمو خورل شي د هغه تدوي وشي په وهالو ټکولو باندې چل کېږي چې یو څوک موتاد شي هغه ووهي هغه وټه کوي لکوري وشړي په دې باندې هل کېږي نه په دې باندې هم بلادي کېږي نور هم په طریقې باید هغه سالم روزنه وشي هغه لاسونه ول شي روغتون ته یوړل شي کډولتي نه وي شخصي ته یو سي مصرف پر وکړي یعنی د هغه مصرف حساب د تر سره کې په ډېرې شوې معتاد شلو د کورونې غلا کې یو څو غوہی یو څو ټکیوي مشرات پیدا کوي او بیا د کورونی مجبورۍ کې د هغه ځوابر کې د هغه مصرف د بی دغه مصرف خو چې د یو څو شخصي روغتون ته د درملنې او کې تدویو کې بلا خر وروغ شي سبا ته هم د غ ځوان کوروغ شلو د کورونې لپاره ښه د هم راوړل شي نوخه خبره ده چې کې یو تر موتا ديږي دولت تم غوري نور برخه تم غوري خپل پر لاس په کار شي اقدام کوي او دغه د معتاد او دغه روغ دي شخص ژوند بچ کوي نو هم به مو دغه پر وړان خپل مسؤلیت ادا کی وی هم د کورنۍ د غوړه پر وړان دی په دې هیلو چې د هیات بحث کون جو کنار کې مغه متادونه لرو مشکلاتونه لرو د یو سوکاله سره د افغانستان په هیلو जबाबدان پام دي ځکه رخصت وحله زمونږ همکاران شته یغ با تاسو سره په نور باسون کې برق وخلي ماته اجازه ترکه وسلاند وقفه اللهم صل سلام برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید در این بخش برنامه مرور داریم بر مهمترین رویدادهای های کشور از چاپ روزنامه های کابل که دسترس ما قرار گرفته در نخست روزنامه هشت صبح را به خانش در صفحه نخست این روزنامه نوشته شده که یک شرفند پاکستان در فرا کشته شد در پای وقایع یک درگیری میان نیروهای ارتش و طالبان در ولایت فرا هفت تن از افراد طالبان به شمول یک شهروند پاکستان کشته شدند در این رویداد که در بالا بلوک ولایت فرا رخ داده است دست کم شش تن دیگر از افراد طالبان زخم برداشتند مسئولان ارتش در غرب کشور میگویند که در میان کشته شدگان طالبان یک شهروند پاکستان هم دیده می شود حق خالقی سخنگوی این نهاد میگوید این درگیری شب گذشته پس از حملات طالبان از چهار جناح بر پسته رگریشن منطقه که ولسوالی بالا بلوک آغاز شد با بیان او در این زد و خورد هفتن از طالبان کشته و ششتنشان هم زخم برداشتند و خبر دیگری که در صفحه نخست روزنامه هشت صبح به نشر رسیده به خانش میگیرم تولید اصل ننگرهار در سال جاری بیش از هفتاد درصد افزایش یافته است وزارت زراعت و آبیاری مالداری کشور اعلام کرده است که تولید اصل در ولایت نینگرهارد در سال روان بیش از 70 درصد افزایش یافته است وزارت زراعت روز شنبه هفته همه قوس با نشر خبرنامه ای گفته است که از فارم های زنبور اصل در رینگرهار در سال جاری حدود 350 تن اصل تولید شده است. این در حالی است که تولید اصل در سال گذشته در رینگرهار 200 تن گفته شده است. خبرنامه افزود است که افزایش 150 تن اصل در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش 75 درصدی تولید اصل را در رینگرهار نشان می دهد. خبر دیگر که در این روزنامه به نشر رسیده والی نامنهاد گروه طالبان برای پکتیکا کشته شد وزارت امور داخلی کشور با نشر خبرنامه ای اعلام کرده است که پیراغا والی نامنهاد گروه طالبان برای ولایت پکتیکا در یک عملیات ویژه و هدفمند نیروهای امنیتی کشته شده است در این خبرنامه که روز شنبه هفدهم قوس منتشر شد آمده است که این عضو برجسته گروه طالبان شب گذشته در قریه دی خلیفه ولسوالی گومل ولایت پکتیکا در نتیجه عملیات ویژه نیروهای امنیتی از بین رفته است و همچنان خبرهای دیگری که سرخطان در صفحه نخست نوشته شده است در صفحه بعدی و خانش میگیرم وزارت تحصیلات گفته آزمون کانکور آزمون کانکور پیش رو بر اساس طرح تازه برگزار می شود وزارت تحصیلات عالی کشور می گوید که آزمون کانکور پیش رو بر اساس طرح تازه که از سوی کابینه تایید شده است برگزار می شود کابینه حکومت با تازگی طرح را مورد تایید قرار داده است که بر اساس آن سهمیه معین برای داوطلبان ولایت‌های ولایت های کمترش انکشاف یافته شماری از رشته ها در نظر گرفته می شود مطابق این طرح تمام کشور به استثنای مرکز به هر زون تقسیم بندی شده است و برای هر سون سهم 25 درصدی در رشته های مانند تپ انجینیری، زراعت، اقتصاد، کامپیوتر ساینس و حقوق دانشگاه های فعال در همان زون در نظر گرفته شده است. از این طرح در رسانه ها با عنوان سهمیه بندی کانکور یاد شده است اما وزارت تحصیلات این برنامه را طرح برای سهمی بندی کانکور نمیداند. وزارت زنان گفته پالیسی محافظت از زنان تا پایان هفته روان تصویب می شود. وزارت امور زنان کشور می گوید که پالیسی محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار زیر کار است و تا پایان هفته روان بعد تصویب می رساند. رویاد دادرست سخنگوی وزارت امور زنان گفته که پالیسی محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار تا هنوز نهایی نشده است در جلسه هیئت رهبری روی این پالیسی بحث شد این پالیسی تا آخر هفته جاری تصویب و نهایی خواهد شد نهادهای ناظر گفتند که ها میان کمیسیون های انتخاباتی زمینه مداخله حکومت را فراهم کرده است. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که کشمکش ها میان دو کمیسیون انتخاباتی سبب شده که حکومت در امور انتخابات مداخله کند یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه کشور میگوید که به دلیل نبود فضای همکاری و هماهنگی درست کشمکش های میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ایجاد شده است آقای رشید افزوده این وضعیت زمینه مداخله حکومت در امور انتخابات را فراهم کرده است آگاهان گفتند توافق روسیه و آمریکا بر سر صلح افغانستان دشوار است همزمان با نخستین سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا بر روسیه آگاهان سیاسی میگویند توافق روسیه و آمریکا روی مسئله صلح در افغانستان دشوار است آگاهان سیاسی در کنار توافق داخلی و منطقه‌ای توافق بین‌المللی روی جنگ و صلح در افغانستان را به شدن صلح پایدار در کشور ضروری میدانند و همچنان خبرهای خارج از کشور و اقتصادی هم در این روزنامه به نشر رسیده است و اما خبرهای مهم دیگری که در روزنامه ماندگار به نشر رسیده در صفحه نخواست نوشته که نهادهای ناظر انتخاباتی و مدنی گفتند که کار ازای کمیسیونهای انتخاباتی به حالت تعلیق درآید رئیس ستاده مشترک ارتش امریکا گفته که تضمین امنیت و ثبات در افغانستان اولویت نیست جنرال جوزف دانفور رئیس ستاده مشترک امریکا در سخنرانیش در یک مرکز پژوهشی در واشنگتن میگوید که به شمول القاعده بیش از 20 گروه تروریست در منطقه فعالیت دارند و میگوید حضور نظامی امریکا در افغانستان برای مقابله با تروریست ها ضروری است در غیر این صورت آنها بار دیگر قدرتمند شده و از امریکا انتقام خواهد گرفت آگاهان گفتن اسلام آباد واشنگتن را فریب می دهد. برخی از آگاهان سیاسی می گویند که پاکستان به عنوان یک مانی فراراه روند صلح افغانستان مطرح شده است و به تعهدات این کشور نمی شود باور کرد. آنان با اشاره به درخواست امریکا از پاکستان برای کمک در روند صلح افغانستان میگویند که امریکا دوباره فریب اسلام آباد را میخورد و گفته آنان تجربه نشان میدهد پاکستان در تعهدات خود برای همکاری در برقراری صلح افغانستان صادق نبوده است این در حالی است که هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در نامه ای از امران خان نخست وزیر پاکستان خواست تا در روند صلح افغانستان کمک کند اما پس از آن نخست وزیر پاکستان در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت که طالبان در این کشور پناهگاه ندارند و همچنان خبرهایی که از سوی این روزنامه تعقیب شده نیز به نشر رسیده خبرهای خارج از کشور هم در این روزنامه به نشر رسیده است روزنامه دیگری هم که بر ما قرار گرفته آرمان ملی هست در این روزنامه نوشته شده واکنش ها به سهمیه بندی کانکور اعضای مجلس سهمیه بندی کنکور خلاف قانون اساسی می دانند. سهمی بندی کنکور توسط وزارت تحصیلات عالی و تایید آن از سوی کابینه در شبکه های اجتماعی و مجلس نمایندگان بحث برانگیز شد شماری کاربران شبکه های اجتماعی این اقدام حکومت را مغرضانه و توتعه آمیز و تاکید دارند که اگر این طرح عملی شود فارغان صنف دوازده شماری از ولایت های کشور از حق تحصیل محروم خواهد شد از هم شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست این مجلس سهمی بندی کنکور را خلاف قانون اساسی خواندند اما شمار دیگر نمایندگان این طرح را برای انکشاف متوازن تحصیلی مناطق محروم کشور موثر خواندند طرح پیشنهادی صلح افغانستان در سازمان ملل متحد تایید گردید اعضای سازمان ملل متحد در 73 مین نشست خود در نیویورک طرح پیشنهادی صلح افغانستان را تایید کرد این طرح پنج ساله که در نشست سازمان ملل بر رای گیری گذاشته شده بود با 124 رای تایید و سه رای رد مورد تایید اعضای این سازمان قرار گرفت گفته می شود که روسیه و دو دیگر سازمان ملل به طرح صلح افغانستان رای مخالف دادند زاد گفته افغانستانی ها باید خود سرنوشت آیندهشان را تعیین کنند. زلمی خلیزات نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفرش به منطقه روز گذشته با مقامهای روسی به هدف راهیابی به صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است سفارت امریکا در مسکو در خبرنامه ای گفته است که زلمی خلیلزاد در دیدارش با مقامهای روسی تاکید کرده است که راه حل سیاسی و آینده بهتر تنها به تصمیم خود شهروندان افغانستان بستگی دارد نه اینکه توسط طرح مشخص شده قدرت های بیرونی بر آنان تحمیل شود. مسئول مطبوعاتی گروه داعش در نینگرهار بازداشت شد. مسئولان محلی در ولایت شرقی ننگرهار از بازداشت مسئول مطبوعاتی گروه داعش در مربوطات این ولایت خبر دادن در خبرنامه ای از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار نشر شده آمده است که نیروهای امنیت ملی در عملیات ویژه در مربوطات ولسوالی بهسود این ولایت مسئول مطبوعاتی گروه داعش را با دو عضو دیگر این گروه بازداشت کردند خبرنامه افزوده است که افراد بازداشت شده در بازجوی های ابتدایی به جرم خود اعتراف کردند این بخش برنامه در همین جا به پایان رسید اما حال با همکارم نورلا همراه باشید تا خبرهای ساعت ن ادامه برنامه آغاز روز هستیم و آقای سلیمان حسینی استاد دانشگاه با ما هستند تا در مورد اینکه وزارت تحصیلات عالی سهمیه بندی ستهای دانشگاهی افغانستان را رد کرده و این وزارت گفته که 75 درصد ستها بر رقابت کنکور عمومی و تنها 25 درصد ستها بر رقابت آزمونهای محلی گذاشته می شود و افراد با بلندترین نمرات در رقابت بومی می توانند و 5 دانشکده کلیدی دانشگاه افغانستان را یابند بحث و گفتگو گفت گفت می کنیم آقای حسینی خیلی خوش آمدید به بحث امروز برنامه آغاز روز بخیر سلامت باشید می خوام نظر شما را در این مورد بر این طرح جدید داشته باشم بسم الله الرحمن الرحیم سلام احترام دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون طرح که وزارت تحصیلات عالی پیشکش کردن که حداقل اقل میشه زون بنده ها را در واقع بر اساس شش زون تقسیم بندی کردن و در درصد کنکور عمومی و 25 درصد کنکور محلی یا در واقع در اما سطح ولایت ما بحث ما است که در نظام شایست سالاری در نظام دموکراسی در حقیقت میره آدمها ها به سوی فرصت ها یکی از معناهای دموکراسی این است که فرصت های مختلف در عرصه های مختلف ایجاد میکنه <applause> دموکراسی یعنی معناش زمینه سازی و فرصت سازی در عرصه های سیاسی اقتصادی اجتماعی علمی و فرهنگی ما در عرصه علمی یکی از معناهای دموکراسی در واقع فرصت یا زمینه و یا بسترسازی در عرصه های علم و ارزش های علمی و توسعه علمی می باشند با توجه به اون معنای دموکراسی که می تانیم بگیم که علم به معنای در حقیقت توسعه یا می تانیم بگیم که آدم ها فرصت پیدا می دسترسی به علم را به اطلاعات را با توجه به این فرمول و هم بر اساس های اسناد بین المللی و هم بر اساس قانون اساسی افغانستان و هم بر اساس اهداف و منافع ملی افغانستان به هیچ عنوان به مسلحت نیست که ما بریم زنبندی بکنیم زنبندی ها در واقع علا ظاهر زنبندی است محتوا و ماهیت از این بحث برمی به مو سهمیه ها جز سهمیه بندی چیز دیگر نیست اما چیزی که وزارت تحصیلات عالی بیشتر استدلال داشتن شب روی از این نکته تکیه میکرد که ما میتونیم که 25 درصد کادر سازی محلی بکنیم میتونیم که در امی محلات در واقع کادرهای تربیه بکنیم که بتونه مشکلات ارگانهای محلی را حل بسازه ما برداشت ما است که کنکور عمومی وقت جلوش گرفته میشه بیشتر میریم به سوی زونسازی سازی، یعنی همو سهمیه بنده ها این سهمیه بنده ها ظرفیت کشیست نه در حقیقت سهمی زنبندی این یک نوع استعداد کشی است نه در واقع زنبندی نه ارتقای ظرفیت این برخلاف دموکراسی است برخلاف اهداف ملی است برخلاف ارزش های منافع ملی ما در چتر کلان افغانستان است ما بیاییم زمینه و بسترها رو فراهم بسازیم که آدم هایی که زحمت میکشد تلاش میکنه از استعداد بالا برخوردار است از ظرفیت بالای برخوردار است اینها به طور عموم مثل سابق در حقیقت بیا در یک آزمون عمومی شرکت بکنه که چه کسایی میتونه بالاخره نمره بالاتر بگیره اگر یک چنین چیزی باشه وقتی ما میگیم نامش را میگذاریم زونبنده یا کادر محلی این کادر سازی محلی مفهومش این است که از یک ولایت ممکن که 300 نفر فارغ بته از یک ولایت ممکن 12000 نفر فارغ بته پس بنابر این این 12000 نفر با توجه به مو سهمیه بندی و هایی که صورت گرفته بله. طبیعتا جله آدم ها رو, رو میگیره بله شما برخوند. در ادامه برنامه آغاز را در بخش اخیر این برنامه قرار داریم در تازه ترین توافق کمیسیون مستقل انتخابات تعهد سپرده شده که اسناد 65 درصد آرای بایومتریک شده و 35 درصد آرای بدون بایومتریک را در اختیار کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی قرار می دهد کمیسیون شکایت انتخاباتی می گوید که اگر اسناد کمیسیون انتخابات شفافیت آرا را تضمین کند تمام آرای ولایت کابل باطل نخواهد شد با آقای شاه محمود مل عضو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بحث خواهیم کرد آقای مل خیلی خوش آمدید با بحث امروز برنامه آغاز روز سلامت باشید شکر می در نخواست بپرسم که چرا تا کنون کمیسیون رسیدگی کمیسیون مستقل انتخابات این همه مدارک و اسنادی که درباره آرای شفاف وجود داشت به کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی تسلیم نکرد تا اینکه کمیسیون شکایات هم آرای کابل را باطل اعلام کرد من فکر میکنم که مطابق با قانون انتخابات و طرز که موجود است هم کمیسون انتخابات و هم کمیسون شکایت اینا میتونن که آرا را در نتیجه اونم که دارن یا به خصوص در نتیجه روند بازشماری باطل اعلام کنند کمیسون طبعا به اساس شکایتی که می آید برشان و در نتیجه بررسی شکایت تصمیم میگیرن بر باطل کردن یا قرنطینه را و کمیسون انتخابات هم می کار میتونه اما ای که تمام آرای حوزه کابل اینا میخواستند باطل اعلان کنه و در ضمن در ارتباط به با این تصمیم مردو کمیسون اختلاف نظر پیدا کردن این ما فکر میکنم مشکل زیادتر تخنیکی نخواد باشه زیادتر نتیجه عدم همکاری و نتیجه بناه بیت تقابلی دو کمیسیون است. ای دو کمیسیون نه تنها در ارتباط بلکه در ارتباط با, با شماری آرا، در ارتباط با سایر پروسه هایی که در ارتباط به پیش از برگزاری انتخابات هم بود، متاسفانه نوی از تقابل داشتن. نه فهم که از چی آشی میشد. اما اگر دلیلی باشه که اعتراض در ارتباط با آرای حوزه کابل وجود داره و یا ایست که در زم در خواست عذاب است یا کاندیداست که ناراضی این مشکل خود در ولایت دیگه هم وجود داره با شماری آرا تنها شامل حوزه انتخاباتی کابل میشد که تعداد ولایت دیگه هم است اگر این مشکل تکنیکی باشه بنان این مشکل باید شامل ولایت دیگه هم شود که با این مشکل و اعتراض وجود داره اگر تکنیکی نه شامل سیاسی باشه در ارتباط ما فکر می اینا باید حامل غیر انتخاباتی شاید با سیزی شو که کل حوزه دوباره با شماری حالا چه فکر میکنید که کمیسیون انتخابات باید چه تصمیم بگیره در این مورد آیا آرا باطل شود و برش شفافیت یا نه دوباره باز شماری و آرا و انتخابات برگزار شود میار وجود دارد در ظلم از قانون است من فکر میکنم اینجا نظر افراد مهم نیست نظر خود مواد قانون است در اونجا تاکید روی شفافیت پروسه شده تفکیک که بخصوص با شماره آرا یکی از اهداف مهمش اینمی مسئله موجودت تخلف و تقلب است و در نتیجهش زمانی که محلات رایدهی یا صندوق ها مورد شک قرار دارن اون را مورد بازرسی قرار میدن این باز شماری و هدف باز شماری تفکیک اینمی تو آرای معتبر از آرای غیر معتبر است اگر با شماری نتانه همه تو میار مد نظر بگیره که واقعا عدالت انتخابی تامین تا شد این صورت دیگه نیاز باز با شماری نیست و ای که تصمیم گرفته شد که کل حوزه انتخاباتی کابل مورد با شماری قرار بگیره اگر در نتیجه با شماری که ما شاهد ناظرین ما در صحنه وجود داشتن حضور داشتن میتونست که تا اندازه تغییر دارا بیاره خب بسیار مشکل است شما موضوع بایومتریک و موضوع آرای غیر بایومتریک مطرح هم یک مسئله نهایتا مهم است در ارتباط به بوده حقوقیش ولی ما حدث میزنم که اگر قرار است که حوز انتخاباتی کابل باطل اعلان شود در این صورت این مشکل ولایت دیگه هم داشتن در صورت باید اونا هم شامل همی تو یک شد. ما فکر نکنم زیادتر عامل تخنیکی نخواهد باشه بله شما چه فکر میکنید که آرای بایومتریک شده شفاف است یا غیر بایومتریک؟ خب باید یک وضعیت ما مواجه شدیم که قبل از قبل ما پیشبین بودیم نهادهای ناظر به انتخابات ولی کمیسون پیش بینی نبود در غیر از اونا باید موارد را می گنجانیدن در طرز که در صورتی که اگر سیستم بایومتریک کار نتا و یا ایست که نرسه و یا ایست که مشکل با وجود به آیا آرایی که وجه از طریق به اصطلاح مثل که در انتخابات سابق رای منداختن از او سیستم اگر استفاده شد با اونو چی تو برخورد صورت بگیرد در این ارتباط وضاحت کاملا دقیق وجود نداشت بعضی از موارد در گنجانیدن که او نتانست واقعا کمک کنه تا آرا تفکیک کنه در بعضی از محلات مردم واقعا رای دادن بدون بایومتریک ولی در بعضی از محلات دیگه هم بایومتریک از کار افتید و صندوق ها پر یا تقلب به وجود آمد به تفکیک که تو یک کار مهم و دشوار است ما فکر میکنم در ارتباط سون با در دو کمیسون با هم همکاری کنند که حد ممکن عدالت انتخاباتی تامین شود بله آقای مل در صورت دستگاه های بایومتریک مشکلات فنی داشتن و این دستگاه ها درست استفاده نمیشد چرا آمدن این پروسه را برانداختند؟ انداختن و در شماری از ولایت ها از دستگاه ها کار گرفتن و در شماری از مراکز نیمی از برگه های رایدهی کار گرفتن چرا این کار انجام در صورتی که موثق نبوده این دستگاه امتحان ناشده بوده که آیا درست است یا نیست و مشکل ایجاد میکنه فکر میکنم در ارتباط به جواب ای چرا تقریبا بحث های زیاد شده و فکر نکنم نیاز دوباره و بازگویی نداره مسئله ای بود که با وضعیت روبرو انتخابات که از ابتدا و از آغازش قابل پیش بینی بود که یک وضعیت به وجود بیاد بخصوصی که اینا تصمیم گرفتن از دستگاه های بایومتریک استفاده کنند و او قابل پیش بینی بود بار اول که شما از دستگاه استفاده میکنین این صد فیصد معمول است که چون تجربه وجود نمیداشته باشه مشکل وجود خواهد داشت به این خاطر ما فکر میکنم که این وضعیت قابل پیش بینی بود و چون بار اول بود ما پیش بین بودیم اما تو وضعیت حتی زمانی که استفاده از دستگاه های بایومتریک برای انتخابات مطرح شد ما گفتیم که در پهلویش از سیستم مانوال عادی که ما قبلا استفاده میکنیم همزمان از دوش باید استفاده صورت بگیره چون بار اول شما از سیستم, سیستم, سیستم استفاده میکنید اگر در بعضی مشکل به وجود میاد همیشه که باز تا اندازه مشکل رفع شد و این است که مقایسه کنیم مردوره که میتونه درست کار بکنه ولی متاسفانه یک وضعیت پیش آمد که منتج به بینظمی های زیاد انتخاباتی شد و این باعث ازی شد که باید آرا دوباره باز شمالی شد اگر قرار است که آرای کابل باز شماری شد با عین وضعیت ولایت دیگه مواجه است که باید شامل حال اونو هم شد در غیر از اون من حدث میزنم ممکن عامل غیر انتخاباتی باعث ازی شد که آرای کابل دوباره باز شما نشوند. بله. آقای مال با اینکه شما گفتین همه موارد پیش بینی شده بوده قابل پیش بینی بوده که چنین مشکلات ایجاد میشه. پس مسئولیت که بوده تا جلو این مشکلات را بگیره به ویژه های ناظر مسئولیت چند این ارسد چه بوده؟ من فکر می از بود چارچوب قانونی مسئولیت طبعا به کمیسیون برمیگرده. چون کمیسیون است که از لحاظ مسئولیت هایی که داره مسئول برگزاری انتخابات و اصلاحات انتخاباتی بود اما عملا که ما دیدیم توانه های کمیسیون چی در بود استقلالیتش و چی در بود ظرفیت و تخ... ظرفیت های متکی بدگاه بود و به این حساب از بود حقوقی و قانونی مسئولیت به دوش کمیسیون است ولی اگر با واقعیت قضیه بنگریم در اینجا طبعا مسئولیت به خود حکومت هم برمیگرده به جامعه جهانی مسائل مالی و معامل مختلف دار. بله حالا گفته میشه که یک میلیون برگه رایدهی سرنوشتش مبهم است و معلوم نیست چه شده در این مورد چقدر میشه که واقعا کمیسیون مستقل انتخابات شفافیت را کنه و اینکه وضاحت بده که چه شده این برگه ها؟ نه خود طبعا یک میلیون رای که اینا که مورد شک است یا میخوان ابطال کنن و یا ایست که اوراق مشکل داره اگر مسئله ای باشه که مورد اعتماد قرار بگیره پروسی از یه باید شفافیت تام در ارتباط وجود داشته باشه ناظرین ما عملا در صحنه بازشماری وجود داشتم خب مثلا اونا شما فکر میکنین که ش محل بود در روز اول بعدا به 200 محل باز شماری تبدیل شد و ناظرین هر ناظرین عذاب کاندیدا اونا در قبال ازی بودن که از کاندید مورد نظر خود از آرایش از چگونگیش اینا نظارت کنن ربط به کل شفافیت کل پروسه اونا علاقه من نبودن تنها نهادهای ناظر بودن که میخواستن بدون در نظر داشت کاندید مشخص و حزب مشخص از کل روان باز شماری کنند. مثلا در صد میتری محلات باز شماری است اینا فقط میتونستند ببینن که صندوقونه باز میشه کسی از اوجه کار میکنه اما ای که ارقام چی است در ابتدا و یا چطور باز شماری میشه اینا نمیتونستن تمام محلات یک یعنی در جریان کار کمیسیون مستقل انتخابات حضور نداشتن این ناظرین نه اینا حضور داشتن صحنه را میدن مشاهده میکردن اما ای که چقدر مثلا صندوق باز میشه صندوق وجود داشت او ارقام اونا اعلان میکنن اینا نمیتونستن عملا میبرن آیا با این نتایج که ابتدایی که از این محل رایدهی قبل مثلا کمیسیون در اختیار داشت با آرایی که داخل صندوق است چه تفاوت داره چه قرار باطل است ورق است صرف اونا ارقام میگفتن و اینا میشنیدن اما عملا که ببینن و کل محلات و بتانن یک ارقام دقیق رای کن از شفافیتش توی مشاهده در این صورت آقای ملپس چطور شماری از کاندیدها یا نامزدها در این مورد میگفتن که شمارش آرایشان برشان معلوم است و ارقامی که برشان رای داده شده و برگه های رای دهی برشان مشخص است خب اونا خب کمیسون طبعا میگن که همه چیز نرمال است همه چیز مشخص است نه این دا از سوی کاندیدان و یا هم نامزدان صورت میگیره که حتی شماره از آنها از برندگیشان در شبکه های اجتماعی یا در آدرس هایی که دارن اعلان میگردن که آرایشان به این تعداد رسیده اگر تنها این ناظرین مشاهده میکردن چطور مشخص میشه واقعا که رأی آنها به این تعداد رسیده ما قبلا برتان گفتم که در انتخابات گذاشتم زیاد اتفاق افتاد زمانی که در یک محل رای دهی نتایج ابتدایی اعلان میشه بعد اون نتیجه میاد در مرکز و اگر مورد با شماری قرار بگیره تغییر میاد بارهای تو شده کاندیدا به اساس نظارت خودشان در حوزه انتخاباتی از محلات که داشتن مثلا خدا برنده میدانستن یا میگفتن ما 6000 یا هزار رای به دست آوردیم چون اونها نتیجه رای ابتدایی در محل با شماری روز انتخابات میدن اما زمانی که به مرکز یک کمیسیون می و یا با شماری می شد کاملا متفاوت بود برنده کردن اعلان کردن خود به اساس نظارت خود مستقلانه کاندیدا معمولا مقدر زیاد مهم نیست مهمی است که بعد کمیسون بعد از اینکه نتیجه نهایی را یا ابتدایی را اعلان میکنه و او پروسه با شماری ختم میشه آرای معتبر از غیر معتبر تفکیک میشه اونو از رسمیت داره من تا بارهای تو شده که انتخابات گذاشتم کاندیدان خود برنده اعلان میکردن ولی بعدا برنده نمیشد ارقامی که از آرای که اینا بعد از بودن از طریق مشاهدین خود او ارقام باز به با ارقامی که طرف کمیسیون اعلان میشد کاملا متفاوت بود معمول بود بله حالا شما چه فکر میکنید که بر بنیاد قانون راه حل آرای کابل یا نتیجه آرای انتخابات کابل چه هست؟ رای حلشی است که دو کمیسون با هم همکاری کنه این همکاری نه بر مبنای مسلحت این همکاری بر مبنای ازی که بتانن میار درست و دقیق تخنیکی ایجاد کنن که تاندازی ممکن باشه آرایی که واقعا آرای معتبر است اونا را شناسایی کنن و تاندازی کسانی که واقعا رای مردم بده آوردن بین به پارلمان بله. فقط بخش هم کاری کن حالا از نظر شما کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی واقعا بر بنیاد قانون این تصمیم ای گرفته که تمام آرای کابل باید باطل اعلان شد و آیا چنین چیزی برای شما قابل قبول است؟ نه خب کمیسیونی صلاحیت داره در چاکات قانون مسئولیت کمیسیون زمانی که مشکل وجود داره است که اونا شناسایی میکنن که مشکل گسترده بوده یا چیز بودم ولی این مشکل ولایت هم داشت. اگر قرار باشه که بر مبنای تخلفات روز انتخابات و یا اعتراض از سیاسی بازشماری شماری شاید باطل شد شا وضعیت تقریبا در ولایتی که دوچرخه آرایشان یا محلات و مراکزی که بازشماری شماری میشینی وضعیت دو است. باید اونام شاملی قضیه بود. ما فکر نکنم که ممکن دیگه ای این قضیه دست بله. حالا آقای مل چه فکر میکنید که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی واقعا اشتباه کرده یا نه بر بنیاد مصلحت میخواین پیش برن چون از کمیسیون مستقل انتخابات خانه مدارک شدن در مورد تقلبات یا مشکلاتی که وجود داشته و کمیسیون و مستقل انتخابات هم گفتن که مدارک و اسناد را هم میکنن تا مشکل شکایات و اشتباهاتی که صورت گرفته دوباره حل شود خب طبعا هر انتخابات از خود مشکلات خاص خود داره باز این انتخاباتی که پیش رو داشتیم با استفاده اون معجله ای که در استفاده از دستگاه بایومتریک شد و در ضمن ما قبل پیش بینی وضعیتی بودیم که ماهنگی لازم از لحاظ وقت وجود نداشت با وجود که سی و نیم سال به نام اصلاحات انتخاباتی گذاشت او ای باعث ازی شد که مشکل کمی متفاوت تر باشه این بار مثلا در انتخابات گذشته تنها مشکل اگر تخلفات تقلبات و یا بی های انتخاباتی بود این بار مسئله مهمه که متفاوت از انتخابات گذشته استفاده از دستگاه بای است اینی مسئله از بودی حقوقی بسیار مهم است بخاطر ازی که مشکل مشکل کمیسون بوده نه مشکل رای دهنده ها ممکن تعداد از کاندیدا با استفاده از میخلا دست به تقلب زده باشند اما بودن مردمانی که با استفاده از ورق های عادی رای دادند بدون بایومتریک و در این صورت اگر همه آرایی که بدون بایومتریک استفاده شده را باطل اعلام کنیم طبعا حقوق و افرادی که رای دادن به این ارتباط ما فکر می کنم مشکل رای دهنده ده ها نبوده مشکل خود کمیسون و حکومت بوده ارتباط باید در ارتباط با حوزه انتخاباتی کابل نه که تمام حوزه های انتخاباتی که عین وضعیت مشابه داره با آرایشان با شماری شده اونا هم باید شامل هم یک قضیه باشه اگر ابطال باشه همهشان، اگر رایدگی بسنجن اونا را هم شامل هم تو وضعیت بله حالا آقای مل اگر نتیجه آرای انتخابات مجلس نمایندگان کابل اعلان شود یا اینکه که مشکلاتی که وجود داشته در نتیجهش آرا باطل اعلان شده فکر می کنید که, که مشکلات در جاش باقی مانده و تقلبات در جاش باقی مانده یا اینکه که اصلا مشکل وجود نداشته اگر مشکل وجود داشته مشکل تمام پس چطور امکان داره که این مشکلات حل شود ولی در پالوی مشکل ما, ما قبلا برتان گفتم که ناظرین ما در از روند بازشماری که نام مشاهده میکردن وضعیت طور بود که عذاب تقاضا کرده بود که بازشماری شد تاکید عذاب بود حتی طرز عمل در بعضی مواقع به اساس پیشنهاد عذاب تغییر میخورد یا مواد ماده نو ایجاد میشه که خود به اصطلاح زیر پا کردن قانون انتخابات است که میگه در جریان عملیات های انتخاباتی طرز عمل مربوط به اون پروسه باید تغییر نشه به صلاح هم کمیسیون از او تام خود که باید برخوردار نبود چون کاندیدا و اعضاب اونا پیشنهادات و نظرات خود داشتن ناراضی بودن از پروسه و ترجلمان به اساس درخواست از بود این توی یک وضعیت پیش آمده ممکن اعضاب سیاسی تقاضا کرده باشه که کل حوزه را باطل کنند ولی حوزه انتخاباتی کابل نبود در تمام مراکزی که دوباره مورد بازشماری قرار داشت وضعیت مشابه داشته و اگر تصمیم میگرفتن میشه اون هم باید شامل می تصمیم باشه یعنی کمیسیون رستگی به شکات های انتخاباتی واقعا با اسناد و مدارکی تصمیم گرفته یا نه طبعا اسناد و مدارک خب باید باشه خوب بدون اسناد و مدارک که تصمیم در این صورت پس اصلا امکانی وجود نداره که آرای انتخابات مجلس نمایندگان کابل دوباره به شمارش بره یا اینکه انتخابات برگزار نشه انتخابات خوب برگزار شده آرا وجود داره ولی ما فکر کنم که ممکن عامل دیگه باعث شده باشه که آرای کابل میخواستن باطل لان ولی هنوز تصمیم یعنی باز در اینجا تصمیم های سیاسی گرفته شده عامل غیر انتخاباتی سو عاملی که ش... من من نمیفهمم دیگه خود کمیسیون اینا باید جواب بده ولی ظاهر اینا میگن که قضیه قضیه تکنیکی است کاندیدا اعتراض داشتن عذاب سیاسی دو کمیسون با هم مشکل داشتن ولی حال قرار است که اینا طور با هم دو کمیسون هم کاری کنند که از طریق دیگه این مشکل رو حل کنند غیر از او اگر قرار به ابطال آرای حوزه کابل گرفته شده تمام مراکزی که مورد با قرار گرفته شامل همین وضعیت باید باشه بله تشکر از دور شما آقای مل در بحث امروز برنامه آغاز روز موفق باشین از شما هم تشکر و های عزیز ممنونم از همراهی شما هم <متحد>